بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در کمینتون باشه، نشسته باشه پشت یه درختی که بپره شما رو بگیره بغل کنه بگی من بهترم، با من خوش باش، و خودتون اون اوقات بهتر رو باید بسازید. یه عکسی بهتون نشون میدم، یه خانم 80 ساله نوشته از من به شما نصیحت، همین الان استفاده کنید، همین در راه که هستید استفاده کنید، در مقصد هیچ خبری نیست. خب بله، صدا از صدا و تصویر خوبه. مرسی. فکرم میگه شاهین میگه صدا نمیاد، آقا فیتیلشو بکش بالا شاهین جان، اگه صدا نمیاد شما از کجا فهمیدی من میگم صدا چگونه است؟ احتمالاً نمیدونم، اینجا صدا نشون میده روی 70 80، الان 90، اینجوری بالا پایین میشه. میدونی که ما یک ماسماسک اینجا داریم که صدا رو نشون میده و اون به اصطلاح مثل برایند یا بردار میگن چی میگه. خب دوستان عزیز، امروز ششم فوریه است سال 2022 و برابر با 17 بهمن ماه 1400. یه دوستی جدیدن پیدا کردیم، قبلا هم تماس گرفته بود ولی جدیدن اسمشو میگه و اینها، آقا امید نوشته بود آقا بنویس، نوشته بود من میشینم برنامه رو نگاه میکنم تا کلی وقت نمیفهمم که تکراریه یا ببین، ما اینجوری داریم مغز شما رو آزمایش میکنیم که ببینیم خودت متوجه میشی، بعد میگه که یه کم میبرمش جلو میارم عقب میفهمم که تکراریه. نگاه کن، میگه صدا ضعیف منظورم. ببینید دوستان، دو تا ایرانی میخوایم با هم صحبت کنیم، ما نمیتونیم منظورمونو با نوشته به هم بگیم. میگه صدا نیست، منظورش ضعیف بوده، صدا رو ببر بالا. آقای موثقی هم خندش گرفته، امیدوارم که پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. ما تا با آقای موثقی گفتیم اینجا هر کسی بخواد میتونه برنامه دلخواهشو بذاره، دیگه اصلا حرف فوش بدیم به آخوندا و انتقاد کنیم و اینا رو نزد. یه کسی گفت آقا هر وقت میخوای دوستان به اصطلاح، ببخشید اینو میگم آقای موثقی چون شما میفهمی شرایط من، هر وقت میخوای دوستان چی میگن، نمیخوام بگم مزاحمت نشن، گفت حرف پول بزن، میرن اصلا دیگه با تو تماس نمیگیرن. در اصل دوستان در تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن ولی باید هزینهشو پرداخت کنن. نمیخوای هزینه بدی، خود برو رو فیسبوک، رو یوتیوب، اینور اونور و به اصطلاح برنامه بذار. ضمناً آقای امید خان از تورنتو کانادا، از شمال تورنتو، ما در تلویزیون مردم این زیر تاریخ رو می‌نویسیم و 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 10 ثانیه، هر از 8 تا 10 ثانیه تاریخ یه بار تکرار میشه و می‌بینیش. اینه که میگم تاریخ تکرار میشه، دیدم آقای اکبری زیر یه عکس نوشته بود دهه 60 ها تاریخ هیچگاه تکرار نمی‌شود. من متوجه نشدم یعنی چی تاریخ تکرار نمی‌شود، هیچ وقت تاریخ تکرار نمیشه و اینها. بعد ایشون گفت منظورم اینه که اینا وقتی برای من عکس میفرستادن همشون شبیه هم بودن. بله شما مثلا لباس یونیفرم ارتش، مجاهدین با روسری، اینا همه به نظر یه قیافه میان ولی وقتی نزدیک میشی میبینی یکی مثلا چشمش بزرگه، اون یکی چشمش کوچیکه فلان و الی آخر. خب دوستان عزیز، امروز گویا در ایران آقای جمشید شارمهد که من دوبارم باهاش مصاحبه داشتم، میخوان دارن محاکمش میکنن، امیدوارم به خیر بگذاریم. بنده خدا پیرمرد، بابا 500 خورده روز گرفتین، ولش کنین، همین یه کاغذی بنویسه غلط کردم گو خوردم، ولش کنید برگرده بیاد بره آلمان، این اقامت آلمان داره. خیلی باید احمق باشی که اقامت آلمان داشته باشی بعد برای پول در آوردن هی بلند شی بری هندوستان و دبی یا اینور اونور، بعدم بیفتی تو دام آخوندا. خب این یه دلیل حماقت ایشون. دلیل دوم حماقت ایشون که بیای تو مملکتی که پادشاهی برچیده شده شما دوباره تلاش کنی پادشاهی رو بخوای چیز کنی، حالا یه وقت آقای کردار و دیگران ناراحت نشن. البته نوشته بود که این نفر دوم سازمان تندر بوده. آخه یکی بگه
مورچه چیه که کله پاچهش چیه، خود سازمان تندر این عقب افتاده فتولاه فولادوند بود، چی بود فتولاه منوچهری که اسمش گذاشته بود نمیدونم فرود فولادوند، این چی بود که حالا دیگه اون نفر دومش باشه، یعنی دپیتیش باشه یا معاونش باشه یا صدر اعظمش باشه. خلاصه کارمون خیلی خرابه، همه این بیچاره ها این برانور در به در شدن. اتفاقا امیدوارم یه روزی این آقای مسعود خان کردار بیاد و در مورد این افراد یکی یکی صحبت کنه که هر کدومشون به یه نوعی دنبال پول و منافع شخصی بودن و فکر میکردن که الان از این سازمانه ممکنه به یه قدرتی برسن، به یه مقامی برسن و الان داره محاکمه میشه در ایران. دادگاه های ایران هم که میدونید از داد خبری نیست، از وکیل خبری نیست و وقتی طرف رو میارن از قبل معلومه که به کجا به اصطلاح سرانجامش کشیده میشود. جمشید شاهرمد محاکمه میشود. این آقای شاهرمد با نادانیش، با تشویق بعضی ها در شیراز حتی یک مسجدی رو منفجر کردن، بانکی رو آتیش زدن، اینا چندین نفر کشته شدن. خب حالا اونا میان میشن مدعی و تو ایران هم که قانون قصاص و فلان و اینها داریم بماند. راجع به ایران بگیم، راجع به قانون بگیم، دیروز یا پریروز گویا یک جوانی در اهواز به کمک برادرش سر همسرش رو بریده، البته نشته بود سر عروس را برید. بابا عروسی که 5 سال پیش ازدواج کرده و بچه 3 ساله داره که دیگه این عروس نی، این همسره، همسر اینه که این بیچاره هم سرش رو برید دیگه، حالا نه همی مونده نه سری. در صورت این دوتا رو گرفتن و ببینیم دولت ایران که اونجا قتل‌های ناموسی انجام میشه آیا جرم‌های ناموسی هم ولشکو بره است یا بعد میگه اشتباه کردم 10 سال یا چیه. از طرفی دادگاه بین المللی، این اسما خیلی جالبه، دادگاه بین المللی مردمی آبان 98. یکی بیاد برای من توضیح بده یعنی چی دادگاه بین المللی. دادگاه بین المللی لاهه ما داریم که دعاوی یا شکایات بین ملل رو بررسی میکنه، به این میگن دادگاه بین المللی. ولی تا حالا چندین بار از آقای ماسالی گرفته، از خانم شیوا محبوبی گرفته، افرادی جمع میشن دور هم، دادگاه مردمی، دادگاه بین المللی، دادگاه این، دادگاه اون. متاسفانه تا امروز هیچ کدومش هم هیچ نتیجه نداشته. حتی دادگاه سوئد، این آقای حمید نوری که اینقدر سر صدا شد و اینها، الان دارن میگن که کووید گرفته، حتما فردام اینو مثل یه سفیری کی بود فرستادنش ایران، تا رفت ایران اونجا مرد، بعد گفتن آقا بهش رسیدگی نکرده تو عربستان سعودی و اینها. حالا ببینیم چی میشه. ولی اصلا ناراحت نباشید، کشور ما کشور گل و باغ و بوستانه. الان تازه میگن که این آقای مصطفی چمران بود، کی بود کشته شد، مرگ مشکوک. از طرفی این توله های رفسنجانی هم که هی میگن باباشون داشته شنا میکرده، مرگ مشکوک. هوا هر کی میمیره. از اون ور احمد خمینی هم میگن مرگ مشکوک. یقه حسین دهباشی یا حسن دهباشی رو گرفتن. این حسین دهباشی از من میترسه، چون توسط یه دوستی، آقا شاهین شما میدونید دوست من که میگم کیه، فامیل شما، توسط اون این به من معرفی شد. اومد گفت من میخوام کار کنم، گفتم خب بیا فلان اینها. بعد گفت من حقوق میخوام، گفتم قربون ما هم حقوق میخوام، اگه کسی رو پیدا کردی ما هم حقوق بده. که رفت و نمیدونم خودشو به کجا وصل کرد و یه پولی گرفت رفت دنبال اون برنامه تاریخ شفاهی و به هیچ کم نگفت، دروغ هی میرفت میگفت گزارش تهیه میکنم، نمیگفت که این فیلم ها بعدش میره تو سیستم جمهوری اسلامی اینها. و جالب تر از این بود که FBI اینجا گرفتش و اخراجش کرد. دلیلش هم این بود که این آقا اصلا با پاسپورت برادرش این اومده. اینی که من نمیدونم هنوز این حسن دهباشیه یا حسین دهباشیه، اون چه میدونم امروز چون گفتن خیاط در خمره افتاد یا کوزه‌گر در خمره افتاد. این آقا توی عکسی که در رابطه با خمینی و اومدنش به ایران هست، یکی نوشته که این یکی بنی صدر فراری شد و کشت مرد، این یکی صادق قطب‌زاده دستگیر شد و کشته شد. بعد عکس احمد علی احمد خمینی رو که گذاشته
نوشته مصرف بیرویه، گویا خانه امام نمیدونم چی بیت امام حالا میخواد شاکی بشه و یقش بگیره. یه دلیلی هم که اینا از این شکایت میخوان بگیرن یقشو دل خونی دارن، چون لابلای گفته ها و تایه ویدیو اینها یه جایی حرفایی زده که اونا هم باهاش چی نیستن. بله آقای موسوی میگه میخندم من از این که میگی اسم پول بیاد همه فراری میشن. شما اصلا برو بنویس که این ماجرای حرف مفت اصلش از کجا اومده. میدونید وقتی که تلگرامو یا تلگراف رو نمیدونم کدومش درست باید بگیم، تلگراف رو میارن توی ایران به مردم که معرفی میکنن، بعضیا میگن نه این کارو نکنید، این جن توشه، نمیدونم ارواح خبیثه توشه. وزارت یا اداره پست تلگراف برای که مردم تشویق بشن میگه بیاین مفتی به اصطلاح تلگراف بفرستین برای هم دیگه. بعد میبینن نه آقا، مثلا اگه پولی بود چهار کلمه بود، یادت میگه آقا اینقدر تلگرافی صحبت نکن، توضیح بده، برای که کلمه پول میگیره. ولی حالا که پولی نبوده خیلی بوده، تا یه روزی دیگه میرسه به یه جایی که طرف یه تابلو بزرگی میزنه دیگه، حرف مفت تمام شد، از امروز باید پول بدی. خب بنده 22 ساله با عمرم با جونم با وقتم با این تهمتایی که میزنن داریم هزینه میکنیم. ولی خیلی از دوستان هستن که آقای موثقی فکر نکنه این بنده خداش یا ما منظورم فقط ایشونه، میاد میگه آقا چرا این نمیگی؟ میگم بسیار فکر خوبیه، حالا شما کی میای با هم در؟ میگه نه من که وقت ندارم. میگم هزینه‌شو که میده؟ میگه نه کسی هم که پول نمیده. آها وقت میره دوباره باطل میشه. در صورت تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. یه دوستی هفته قبل لطف کرد 250 دلار فرستاد بدون هیچ به اصطلاح چی میگن خواسته ای، درخواستی که مثلا این فیلمو بذار اون فیلمو بذار، به این فوش بده به اون فوش بده. و من ممنونم از ایشون، ایشون قبلا هم یکی از حامیان تلویزیون مردم بودن که من از ایشون خیلی ممنون هستم. و اما بریم سراغ اونایی که هنوز دنبال ترامپ هستن. دیگه بابا شما کی هستی؟ مایک پنس معاون ترامپ، بعضی ها میگن نخست وزیر، آمریکا نخست وزیر نداره. این کلمه نخست وزیر هم تو ایران هم یه چیز مسخره ای بود. حالا پرایم مینستر مثلا کشورهای مثل کانادا و یا اون مال آلمان و اینا یه رویه و یه چیز خاصی داره، ولی نخست وزیر ایران توسط وزرا که انتخاب نمیشد، درسته، توسط شاه میشد، پس این معاونشه. حالا بعضی هاشون آفتاب دار بودن، بعضی هاشون واقعا معاون بودن، مشاور بودن، و اون دیگه بستگی به شما داره. خب این مایک پنس آمد گفت که ترامپ اشتباه میکنه، قانون و بلد نیست که فکر میکرد من میتونم انتخابات آمریکا رو به اصطلاح منحل کنم برگردونم. و ترامپ هم دیروز حالا داره بهش فوش میده، میگه که حالا آقای زمانیانم میگه صدا ضعیفه، والا نمیدونم آقای زمانیان، بذار ببینم چرا. حالا شاهین میگه تو حرف ما رو قبول نکردی، ولی حرف آقای زمانیان رو قبول داری. بذار من یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم ببینم. شاید شما از فیسبوک دارید نگاه میکنید، نه فیسبوک هم من اینجا یه دونه دیگه هم یه میکروفون دیگه بیارم، میکروفون شماره 4 این رو هم بذارم. بعد نمیدونم در اصل میخوام دستشم نزنم چیزی خراب بشه. فیسبوک اجازه نمیده به ما چیزی رو تنظیم کنیم، بالا و پایین کنیم، رنگی رو عوض کنیم، صدایی رو بالا و پایین کنیم. ولی بذارید یه چیزی من به شما نشون بدم، شما یه مقداری آشنا بشید با این سیستمای رادیو، تلویزیون، پخش، فرستادن. نگاه کنید من الان اینجا مثلا به شما میگه که از کدوم دوربین، میبینید اینجا از کدوم دوربین استفاده میکنیم، کامرای 3، میبینید صدا. خب حالا من اینو میارم بالاتر، امیدواریم بهتر بشه. اینم اینجا باز تنظیمات دیگه ای داره، لاک والیوم، ورتیکال، ادوانس آدیو، اینجا باز مثلا تنظیم های دیگه ای داره. یه نفر به من گفته بود دو سه جلسه قبل صدا به اصطلاح پایین بود،
خوب نبود، من مجبور شدم این کار انجام بدم. در صورت نمیدونم والا، ما دیگه بعضی روزا میایم میگم قبل از برنامه هم امروز اینجا یه اتفاقی افتاد، من یه چیزی رو اشتباهی پاک کردم، شاید دلیلش اونه. صدا در فیسبوک و تیوی خوب میاد ولی جون نداره. آها، اون بیجونیش مال خودمه. در زمان شاه در طول 2 سال 13 تا نخست وزیر عوض شد، ولی خب یادتونم باشه 13 سالم هویدا نخست وزیر بود. اتفاقا این آقای اکبری یه چیزی گذاشته بود از زمان هویدا. اینایی که جوون هستن میگن آقا نگاه که جمهوری اسلامی چه کار میکند، گفته تعطیل کنید، گفته خیابانها را ببندید. نگاه کنید ماه محرم هویدا نامه نوشته که احتمال به وزارت خونه ها دیگه، که به مردم معمولی و کاسب و اینا که این نمیتونسته چیز کنه، به وزارت خونه ها، به اداره ها، که به خاطر این که چون مردم خراسان مشهد در دهه محرم به منظور شرکت جناب آقای نمیدونم خط اینا رو ما نمیتونیم بخونیم، ریاست محترم دفتر نخست وزیری امیر عباس هویدا نوشته چون در دهه محرم به منظور شرکت در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان تا پاسی از شب بیدارند، علیه هاوزا در صورت امکان موافقت فرمایید کارمندان دولت صبحها با 2 ساعت تأخیر در کار حاضر شوند. دوستان نگاه کنید، خانه از پای بس ویران است. اون وقت من و شما که خواجه هستیم، خواجه در فکر نقش ایوان است. آقای حخا داره پول 9 تا بچه رو تو اروپا میگیره و میگرده، احتمال زیاد از آمریکا هم داره حقوق سوشال سکیورتی ما 900 دلار، 2000 دلار، 3000 دلار میگیره، بعد میشینه برای این اون نسخه مینویسه، نامه به رهبر ایران. خب باید یکی به اینا بگه شما اینو قبول دارید که رهبر ایرانه؟ اگه قبول دارید باید خفه بشید، اگه قبول ندارید دیگه به کسی که نام قبول ندارید نامه نوشتنتون چیه؟ اینم از حالا در رابطه با نامه نوشتن میدونید که یه نامه هست از انشتین، بعضیا میگن این نامه به خدا هست، آخرین نامه‌ای که انشتین نوشته بوده 2 سال قبل از اینکه من دنیا بیام 1954، بعضیا میگن نه این یه نامه‌ای هست به یه نفر که فامیلی اون آقای گاد سامتینگ بوده. اصلا من خیلی نمیدونم، ولی مهمه که تو این نامه این از دوستای یهودی مقداری شکایت کرده، بهشون گفته بابا شما نه بهتر از دیگران هستید و به قول معروف وا بدین، این ما قوم برگزیده و برگزیده و اینا هستیم، ول کن. خب خیلی ممنون، متشکرم از دوستان، اگه لطف کنن برنامه ها رو با دوستان خودشون هم سهیم بشن، در میون بذارن، شیر کنن، ما دیگه بیشتر ممنون میشیم. خب ببینیم که چه خبره. باز این آقای اکبری، حالا اون دوستمون امید، حالا دیگه دوستمون شده، فوش نده از کانادا، یک چیزی فرستاده بود، یه ویدیوی گذاشته بود که یه آقایی رو کیوان مجرد یا مجرب این رو نشون میده که با لهجه کازرونی شیرازی خیلی غلیظ و میگن این مخترع واکسن فایزر. بابا یه کمی کوتاه بیان، مخترع واکسن فایزر که یه زن و مردی بودن که اصلیتشون ترکه، اینجا هم اینا خب بالاخره حالا یا خودشون اختراع کردن با فایزر چیز کردن یا فایزر کار میکردن، اینجوری نیست دوستان. تا یه ماهواره میره بالا هممون بگیم آه یه نفر ایرانی، اون پمپ بنزینه هست نزدیک اونجا که میره بالا، اون ایرانی اونجا بوده، مز این رفته بالا. طرف گفت آقا، یکی توی مهمونی نشسته بود گفت که پسر من یه شغلی داره، اگه نره سر کار اون روز 300-400 نفر از نون خوردن میفتن. بعد همه فکر کردن چه شرکت بزرگی داره. بعد گفت نه آقا، این شاگرد نونواییه، خمیرگیره، اگه صبح نره خمیر حاضر نمیشه، اون شاطر رو نمیدونم چی میگفتن، نونواسون و فلان اینا که میاد. حالا اصلا ملت عجیبی هستیم، ملت چی میگن تناقض داره حرفامون با عملمون،
اینا نگاه کنید، شما طرف اومده لس آنجلس فوش میده به آخوند، به خدا، به پی پیغمبر، ولی برید ببینید مراسم محرم و نمیدونم مجلس ابوالفضل و سفره حضرت فاطمه و اینا تو لس آنجلس چه خبره. خب این چی میگن، هم متناقض میشه دیگه، طرف تناقض داره، حرفش زد و نقیزه، گفتش با عملش، عملش با گفتش، مختلف واکسن. و این ویدیو رو وقتی من دیدم، هر دو، هم من هم آقای اکبری، که دوتامون شیرازی هستیم، لهجه شیرازی، کازرونی، فسا، نیریز، نمیدونم استعبونات، اینا رو میشناسیم، گفتیم نه دیگه آقا، اینقدر دیگه شورش نکن. البته ناگفته نماند آقای اکبری و دوستان دیگه. خود منم وقتی یه جایی میرم که 4 تا شیرازی هستیم، مثلا میریم بیرون وایس مال یا آبجوی بخوریم، اونجا دیگه حقیقی میخوام خیلی غلیظ‌تر رو چی صحبت کنیم، ولی این آقای با این سن و سال دیگه اینجا میگن تو مچ، یعنی دیگه خیلی زیاد و بیش از حد بود. در صورت اینم از این. خب بذارید من یه چیز براتون بگم. من پنجشنبه هفته پیش مادرم بردم دکتر قلب، برای هم آزمایشای سالیانه و اینها. خب چیز بود، خواستم بگم الحمدلله گفت، حالا یکی میگه نگاه کنید میگه خدا رو قبول ندارم، من میگه آقا این معنیش این نیست که شکر خدا یا الحمدلله، اصلا این معنیش این معنیش این که الان نمیتونم کلمه ای پیدا کنم. بسیار خوشحالم که مادرم در سن 86 سالگی حالش خوبه. حتی این خانم دکتر معلمی، یادتون باشه دو تا دکتر هستن، یکی خانم طبیانی و یکی دکتر معلمی، اینجا در منطقه اسپرینگفیلد و آرلینگتون ویرجینیا دو تا مطب، که این نیست دیگه، این کلینیک بزرگ درست حسابی راه انداختن. و وقتی آدم پای صحبتای اینا میشینه، اون وقته که افتخار میکنه. چجوری که این خانم مثلا معلمی، اولا ماشاءالله چقدر سخنوره، والا بلا بنده پولی نگرفتم اینجا تبلیغ کنم، حالا هر کی هم بخواد زنگ بزنه مزاحم بنده خدا بشه، اون دیگه از خریتش این کارو انجام بدید، یک کاری بکنید که ما ایرانی ها حتی سایه هم دیگرم با تیر بزنیم. ولی وقتی این خانم صحبت کرد و من دیدم ایشون از 11 سالگی از ایران بیرون بوده، باهایی هستن، رفتن کشورهای آمریکای جنوبی، پرو و برزیل و نمیدونم اینا، بعدن 16 سالگی اومدن آمریکا و رفتن مدرسه و درس خوندن، اینجا هم مثل چیز نیست بگی دبستان رفتم، دبیرستان رفتم، دانشگاه رفتم، به همش میگن مدرسه، که یه سری احمق آمریکایی فکر میکردن مدرسه فقط مال مسلمانان بماند. ایشون تعریف میکرد، خانم معلمی، حتما اگه تو این منطقه هستید، احتیاج دارید به دکتر قلب که باهاتون با زبون خودتون صحبت کنه، ایشون هم به زبون انگلیسی، هم فارسی و هم اسپانیش صحبت میکنه و خیلی انسان خوش برخوردیه. وقتی میری اونجا تو مطبش، دیدی تو مطب بعضی ها میری خشک و بیرو، نه ایشون اومد و صحبت کرد و اینا توضیح داد. بعدم به مادر من گفت از سال 2017 تا الان خیلی هم اوضاع بهتره، با این قرصایی که میخوری یا نمیدونم کاری که انجام میدی، نمک و اینا رو کم میکنی اینا. بعد گفتم خانم پس شما به ایشون گفتین نمک تو خوراک کم کنه، که ایشون خوراک کم نمک. مادر من هنوز آش سبزی شیرازی درست میکنه و به ما زنگ میزنه که بیان ببریم. بنده خدا هم میگه بیا ببر، میگم بذار تو فریزر میام میبرم، ولی صبح یه مقدارم آب بریز شو، کم پیاز داغ و کم روغن، چه شود بزن تو رم. کاکو زور تصویر عالیست ولی صدا خیلی ضعیفه، نمیدونم به خدا چه کارش کنم، یه کمی صبر کنید ببینم اینجا میتونم بلایی به سرش بیارم. از بس این کامپیوترهای جدید هی Open Volume Mixer، سب کنید من اینجا بذارید نگاه کنید. الان اینجا هم بازی یه چی دیگه بهتون نشون بدم، قبلا یه چیز ساده‌ای بود، میمدید تو قسمت سیستم ساوند، میبینید الان توی کامرای 3 نگاه کنید، دوربین 3، این روی بلنگوی هست که سمت راست کامپیوترتون اون پایین هست، روی این رایت کلیک کنید، اینجوری میشه. اینجا هم نوشته اینپوت دیوایس، میکروفون شماره 3، خب بعد نمیدونم شماره 4 هم داریم، میخوان شماره 4 حالا امتحان کنیم، سیستم ساوند، اینو میبرم بالا، اینم از 92 میبرم رو 100، این یکی هم میبرم بالا، خدا کنه بدتر نشده باشه.
شما به من بگین. و در هر صورت همینه دیگه، پیری و هزار عیب شرعی و غیر شرعی. یکشم این ماجرای صدا که امروز کم هست، دیگه نمیدونم چیکار کنم. توی اون سیستم بردم بالا، توی اینجا هم بردم بالا، روی فیسبوکم ما کلن کنترلی نداریم. بله اینجا میگه ستینگ، ولی حقیقتا توی فیسبوک کنترلی نداریم. میخواین اینو من بیارم بالاتر که میکروفون هم به من نزدیکتر بشه. حالا امروز ما قراره با آقای مهدی مهران نژاد هم صحبتی داشته باشیم، امیدوارم صدا اشکالی برامون ایجاد نکنه. چندین سوال از برنامه‌های قبلی باقی مونده که می‌خوایم با ایشون در رابطه با این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران صحبتی داشته باشیم. و بعضیا سوال کردن که آقا این آقای مهران نژاد حزب اللهیه، طرفدار جمهوری اسلامیه. گفتم از خودشون سوال کنید، میتونید با خودشون تماس بگیرید. خیلی ممنون از دوستان و بیشتر ممنونم که با وجود اشکال صدا شما تحمل میکنید و با ما هستید. یک لحظه اجازه بدید ببینم که من میتونم اینو اینجوری باز کنم ببینم که چه میشود کرد در این باره. کپچر تو سه نمیدونم والا که کجا به کجاست، نقل کجاست، پیر شدیم رفت. یه کار دیگه هم شاید بشه، صدای اینم باز کنیم. حالا چی دوستان، صدا بهتر شد؟ صدای دوربین روی کمرا رو هم باز کردم، یعنی صدای میکروفون روی اون دوربین یا کمرا. اینجا به اونا میگن بک نویز یا نمیدونم فیش های صدا. ما هم چیزی نداریم، ما اینجا میره USBه. USB هم که از این دیگه، اون فیش های قدیمی 3 میلیمتری نیست، از این USB یونیورسال نمیدونم هرچی هست. بله. و آقا یه چیزای خیلی ساده ای رو اینا اومدن خراب کردن. همین دیروز داشتم این چیزا رو جابجا میکردم، بعد دیدم من مدت ها از ریموتش استفاده نکردم، چون میدونید دوربینایی که نه خیلی گرونن نه خیلی ساده و ارزون ریموت کنترل دارن. حتی خیلی از این دوربینای فیلم برداری خونگی هم ریموت کنترل داره که شما بشینی با فامیلت بزنی روشن بشه، خاموش بشه، بیاد نزدیک بره دور. یادم این فروت فولادوند میذاش اینجوری، به جایی که اینجا رو نگاه کنه اینجوری میکرد. در صورت اینو آوردم ببینم که هنوز کار میکنه یا نه. دیدم او این باتریای توش به اصطلاح مثل اسید داده بیرون. من بالاخره نفهمیدم این باتریا توش باز هست یا اسیده. باز نه باز بسته ها، اون مواد بازی الکالین فکر کنم بازه، چون اون اسیدیات مثل مال باتری ماشین و اینها هست. البته الان ماشینا هم باتری هاشون رفته سراغ همین الکالین. که آقای روش نکن بدتر خراب میشه دست. میگه دست پلکوش نکن. دست پلکوش نکن بدتر خراب میشه. راستم میگه، همینجوری بلش کنیم بره ببینیم چه میشه. خب آقای امید خان گفته که برنامه تون رو ما متوجه نمیشیم کی لایو، کی دوباره پخش میشه. این متاسفانه تو یوتیوب نیذاشته یک گزینه یا آپشنی که شما بگذنی بابا من دارم فیلم پخش میکنم و اون فکر میکنه لایوه. حالا یه چی بهتون بگم، سالها پیش من با این آقای علیرضا امیرقاسمی یه دفعه زنگ زدم،
چون برنامه نوشته بود لایو، میخواستم راجع به یه چیز بهش صحبت کنم، بعد گفت، خندید گفت صوفی جان شما وقتی ما زنده هستیم زنگ نمیزنی، بعدا زنگ میزنی. گفتم چرا؟ گفت این برنامه دیروز بوده. بعد گفتم اینجا نوشته لایو، گوش کنید ها. گفت ما عمدن مینویسیم لایو که مردم بشینن نگاه کنن. ببین ما چه ذاتی داریم. من اگه یه جوری بود میتونستم بنویسم ریران یا بازپخش، این کار انجام میدادم، ولی یوتیوب نمیذاره. یوتیوب وقتی شما داری از سیستمش استفاده میکنی پخش میکنی، چون اونجا روی آپشن یا گزینه یا لایو زدی، سه تا گزینه بهت میده، اون دیگه قاطی میکنه و اینجوری. حالا این شما هستی، شما وقتی میری روی یوتیوب، برو یوتیوب ویدیو نگاه کن. الان بهت نشون میدم، ما همه برنامه‌مون شده کلاس درس. نگاه کن، شما برو رو مردم تیوی، روی صفحه مردم تیوی دات کام، اینجا که رفتی نگاه کنید، این کامرای سه دوباره، البته من تا اینو میزنم پیکچر در پیکچر میشه، همش مثل فیزیک بود، آینه و اینها، قانون آینه. نگاه کنید اینجا که میزنیم، ببین شما اینو برگردون اینجوری عقب، ببینید این پایین، انگشت دینو بگی، ببین الان میره برنامه عقب. صدا خیلی هم کم نیست، یک کمی فکر کنم شما هم پیر شدین، گوشتون ضعیف شده. خب حالا اینو ولش کنین. یه چیز دیگه ای میخوام بهتون نشون بدم که دیگه اینجوری مطمئن بشین. اولا هر وقت رفتید روی این آگهی ها و اینا هم یک کلیکی کنید، 2 سنت اون روز نشون دادم به شاهین، 1000 و خورده ویدیو اومدن دیدن، 3 دلار نوشته یوتیوب. شاهین جان حالا فکر میکنی 3 دلاره؟ مینویسه استیمیتد، یعنی حدس میزنیم. آخر ماه که میشه همین 3 دلار هم نمیدن. خب اینو برین نگاه، اینجا نشته بایگانی برنامه های سربی با مردم، اینجا را کلیک کنید. شما اینجا که کلیک کردی دوستان، میایین تو این صفحه. ضمناً اگه کسی بیزینسی داشته باشه، بنده خدا شاهین که عمر بیزینسش دوام نداد، ما آگهیشو بذاریم اینجا، میتونید آگهیتونو بذارید اینجا با یک هزینه خیلی کمی. نگاه کنید دوستان، اینجا نوشته هوم، خونه، منزل. اینجا بعدش نوشته ویدیوز. توی این ویدیوز که میان دیگه راحتی، این ببینی این برنامه آخریه دیگه، اینجوری در انتظارتون باشید. بله. این صداش کم میکنم. 1189 نفر اومدن اینجا نگاه کرده و خوب شد اومدم اینجا. ماه به دوستان نق میزدیم، من یه چیزی رو اشتباه زده بودم که وقتی اونا لایک میزنن اینجا دیده نمیشد و خودم هم نمیدیدم. بعد رفتم نگاه کردم، مثلا یکی 1200 نفر تقریبا اومدن نگاه کردن، 43 نفر لایک زدن. ممنون و متشکرم. اگه اینجا رو هم جوین بزنن، ماهی یک پولی کمک کنن دیگه بیشتر تر. یه شوهرعمه‌ای داشتیم میگو اون که دیگه بهتر تره، هرچی میگفتیم بابا بهتر تر غلطه، بیشتر تر غلطه، یا بهتره یا بیشتره، یا بهترینه یا بیشترینه، دیگه از اون صفات تفصیلی میگفتن نه، یا تفصیلی یادمون رفته. خب ماشین شویی در آلمان، این روزای برف و بارون، من پریروز رفته بودم نیوجرسی، مثلا فیسبوک اینو گذاشتم از فیسبوک پخش کنم، میگه تلفن تو بچرخون، چرخوندم بعد میگه اوکی خوب شد، میزنم وقتی اومدم دوستان میگن آقا این اینجوری نشون میداد، گفتم خب برای شما که موقع خواب نگاه کنید. anyway برف و یخ و نمک و شن و اینها تو جاده، خب بعدی که تموم میشه معمولا ماشینا رو میشورن که زنگ نزنه، چون نمک مثل که روی ماشین دیوکسیده میکنه، نمیدونم چه کار میکنه، زنگ میزنه. من از همین مثلا شما ماشین های تگزاس رو خوب میخری، ماشین نیوجرسی و نیویورک و اینها رو بد میخری، ماشین کالیفرنیا رو خوب میخری. بمانه این داشتم راجب ماشین شویی و اینها، گفتم یکی از این روزا که بارون نیست و اینا برم ماشین بشورم. بعد پتیک یه چیزی فرستاده بود از کالیفرنیا، یه ماشین شویی رو تو آلمان نشون میداد، تو شهر اشتوتگارت، فکر کنم اشتوتگارت 2 ساعت با ما که فرانکفورت بودیم فاصله داشت. یادم خیلی ها وقتی میمدن میرفتن اشتوتگارت،
میگفتن اونجا حراجاش خیلی عالیه. حالا چجوری خبر داشتن و چجوری میدونستن من نمیدونم. بعضی هم مثلا یه نفر بهش گفته ببینیم اشتودگار، چون اون روز میخواسته بره بردتش، بعد دیگه این همیشه فکر میکنه که اونجا بهترین هست و به اصطلاح اون میشه مرکز ثقل کره زمین. ما تو شیراز مسخره میکردیم، میگفتیم این دهاتی ها وقتی میان شیراز اگه بیان دروازه اصفهان یا بیان دروازه کازرون یا بیان دروازه سعدی، هر جا میخوان برن اول برمیگردن اونجا، از اونجا دوباره میرن. مثلا اگه چهار راه زند هست میخواد بره فلکه ستاد یا فلکه ستاد، اول میره دروازه اصفهان بعد از اونجا میره، چون یه جا رو بلد شده. و این خود ما هم نگاه کنی حقیقتا همین جوره. مثلا من تو آلمان بیشتر فرانکفورت بودم، فرانکفورت برام راحت تر، یکی هامبورگ، یکی دوسلدورف، یکی برلین، اینا اونجا شده خونه دومشون، اونجا شده آدرس بلد، بلد اونجا هستن. این کلمه بلدم، بلد و بلدیه و اینها کلمات خوبیه. برگردیم، دکتر معلمی و تبیانی اسم بیزینسشون هست امیلیا هارت. من یادم رفت ازشون سوال کنم این امیلیا هارت منظورتون همون امیلیایی که یه خانم چیز بود، چی میگن، خلبانی بود که تمام مثل که قرار بود دور دنیا بره نتونست اینها. من اینم بهتون یه نشونی بدم، بله اینه امیلیا هارت. اگه کسی تو این منطقه خاص بره دکترو، اگر رفتید اینم لینکش هم براتون میذارم اینجا توی فیسبوک. این کاری که از ما برمیاد برای دوستان و ما دیگه نخواستیم آقا تبلیغ مبلیغ نخواستیم. میگه صحبی جان چون این دوران انقلاب هست، من تازه فهمیدم شاه و 5 نفر دیگه با قرص وایاگرا سرطان گرفتن، باید شاه حسین اردنی رو هم اضافه کرد چون اون هم با همین قرص سرطان گرفت. آقای اکبری میگه در ایران هم به خاطر رطوبت هوا، رطوبت هوا، ماشینای نمره بوشهر و بندرعباس و شمال همیشه ارزان‌تر خرید و فروش میشد. کاملا درست میگه. این وسط شیراز به اصطلاح ماشیناش هم ماشالله خوب بودن، آدماش که ماشالله الله اکبر چش نخورن ایشالله چقدر خوبن، بگذاریم ماشیناش هم خوب بودن. سال نو چینی ها بوده، یک نوری انداختن روی میدون شهیاد، میدون آزادی، اعتراضاتی هم چیز شده و دیدم حتی آقای بیژن مهر اینجا یه چیز درست کرده، یک دستی اومده و پرچم چین رو انداخته پایین و اینا. آقا این اینا شعاره، حرکت اصلی اینا نیست. حالا مثلا اسرائیل و قطر که دوست شدن عکسشونو میندازن رو ساختمونای هم دیگه، طرف نوشته خب دیگه ایران چین رو چین ایران رو گرفت. نمیدونم، حالا یه چیزی هم بهتون بگم، خداییش بهتر چین ایران رو بگیره یا همین آخوندا ایران رو داشته باشن. اقلا چین که تو دنیا شده داره میشه سوپر پاور، یه سرگردن از همه داره میره بالاتر. اینم از این ماجرای سال نو چینی ها لونار. و امسال هم سال ببره، تایگر، خیلی هم اینجا جشن میگیرن اینها. البته الان به خاطر کووید یک کمی بی سر و صدا تر، چون چینی ها یک کمی هم ترسیدن ماجرای کووید که اومد، خیلی ها باشون بد شدن. چه شامون هم درست نمیبینه، زدم به این بلندگوی اینجا. خب ماشین شویی در آلمان که گفتم حتما ویدیوشو برید نگاه کنید. و جالب این بود که خود رئیس صبح که میمد، البته اونجا هم یه آقای به نام محمد ساعت 7 صبح باز میکرد، رئیس میمد همه چی رو چک میکرد، بعد گفت هر وقت یه کسی شکایت میکنه رئیس میاد نگاه میکنه و رئیس لباس میپوشه، اون موقع رئیس اون کار انجام میده که هم مشتری میگه دیگه بابا این رئیسش وایساد این کار انجام داد، بعدم با مشتری یک صحبت کرد گفت من حتما برمیگردم، چون وقتی این انقدر به مشتری احترام میذاره و کار من رو خودش میاد انجام میده، پس میشه به این بیزینس یا به این کار اطمینان کرد. اینم از این World Biggest Car Wash، بزرگترین ماشین شویی جهان. یه نفر لینکشو بذاره اینجا اگه داره، اشتوتگارت فویرباخ، اشتوتگارت آلمان، World Biggest Car Wash یعنی بزرگترین ماشین شویی جهان. و
اما مدینه گفتی و کردی کبابون، کردی کباب. برای پتیک گفتم که شما من یاد بهمن باتمان قلیچ انداختی و ماشین شوی. بهمن باتمان قلیچ نمیدونم باباش سرهنگ بوده، باباش همون تیمساره بوده که خونه باهایار، خونه نه محفل باهایار خراب کرده، نمیدونم. در صورت هرچی بود یه آدم پولداری بود که اینا اومده بودن آمریکا، بعدم هر کاری دلش خواسته بود انجام داده بود و به اصطلاح چی میگن اینجا هم رفته بود یه مشتی زمین بایری خریده بود، بعد شانس آورده بود اونجا فرودگاه شده بود، شانس آورده بود یه جایشو حتی نزدیک یه زندانی بود ازش خریدن اینا بماند. این شرکت ساختمونی داشت. بعد اون موقع من دوستان برادرم اینا تو کار کامیون کمپرسی و اینا بودیم، کامیون های کمپرسی. یه دفعه دوستمون آقای هنری کاچی یا خاچی یا خاکی که فوت شده بنده خدا یادش گرامی، این به من گفت که میایین برای این کار کنین؟ گفتم نه چین آدم خوبی نیست. گفت نه آدم بد اخلاقیه ولی خوب اینا. خلاصه رفتیم کار کردیم، چشمتون روز بعد نبینه. 23,000 دلار این آقا به ما بدهکار شد، عقب انداخت. اینجا شما نمیتونیم مثل ایران ببری بنداز زندان. این حماقت تو ایران، بدهکار میندازن زندان. آقا اگه بدهکار داره برو بدهکار پول داره، برو پولشو پیدا کن پولا رو بده به طلبکار، نه اینو بنداز زندان یه خرجی هم بذار رو دست مردم. بعضی جاهایی که میگه وقتی اینو میندازه زندان واقعا خرج زن بچه‌ش تو بدی، نمیدونم. در اصل تو ایران خیلی رایج الان به خاطر مهریه زرت و زرت شوهره رو میندازن زندان و اینها، خرج میذارن رو دست مردم، بگن آقا این بیاد بره کار کنه تو این شرکت، ولی رئیس شرکت مجبور بشه نصف حقوقش مالیانه بده. اینجا بهش میگن ویج گارنیش، یعنی حقوقت رو میگیرن بابت بدهیت. خیلی هم رسمه تو آمریکا، خیلی ها جدا که میشن حقوق خرج بچه‌هاشون رو نمیدن، چایلد سپورت یعنی حمایت بچه‌ها رو پولشون نمیدن. طرف میره شکایت میکنه دادگاه، میگن کجا کار میکنه، میگه مثلا والمارت کار میکنه، به والمارت یه نامه مینویسن این آقای مستر اسمیت هر چی کار میکنه اینقدر درصد، اونم قانون داره بیشتر از یه درصد نمیتونن بگیرن، باید کار کنه و فلان اینا. خلاصه آقای باتمان قلیچ اینجا چندین ماشین شویی داشت. مثلا یه جاده بود روت 7 میزد 7 کار واش، اسم روت 7 جاده سام. یه جای دیگه لندمارکش هم این بود، هر جا شاپینگ سنتر درست میکرد مثل اروپا مثل آلمان یه کلاک تاور، ساعت زی تو آلمان ما ساعت لازم نداشتیم، بس همه جا ساعت بود. الان که دیگه هممون تلفنامون داره، ولی تو آلمان همه جا ساعت بود، برعکس آمریکا به ندرت شما ساعت میبینی، هر جام هست کار نمیکنه. بگذاریم این یه چند تا ماشین شویی داشت. حالا شما چیز کنید دقت کنید، من یادم این سال 2000 بود، چون من اسم نوشته بودم موقع پولدار بودم، هنوز پول کار کردن با آمریکایی‌ها و اینا بود، بی پول و اینجوری نشد. اسم نوشته بودم برای دو تا ماشین نو بنز و اینا، و من زنگ زدن که بنزا اومده بیا ورده برو. من احمق بگو خب تو این ماشینی که داری میبری، اونم یه بنز کهنه بود که من خریدمش 7,000 دلار، ولی هر آمریکایی میرسید حسرت میخورد که مثل سور میذاری من بنز تو برونم. میگم احمق تو این پیکاپ تراک تاکسی باری که داری، وانتی که داری 30,000-40,000 دلاره، اینو من خریدم 7,000 دلار، اونم دم دادگاه. و بگذاریم، ما گفتیم این ماشینه حالا میره تو گاراژ و این برور میاد خاکیه زیرش، اون موقع برفی اومده بود، بریم بشوریم. هر جا رفتیم بسته بود، دیدیم یه جایی نوشته بازیم. خب وقتی یخ زده و اینا میبندن دیگه، آدمم میفهمن. به غیر از آقای بهمن باتمان قلیچ که 3-4 سال پیش فوت شد، به غیر از اون تمهکار دنبال پوله کاری نداره، یخ میزنه فلان اینا، باز گذاشته بود. ما هم رفتیم بشوریم. اون موقع هم ایرانی ها دیدی همیشه کیف سامسونت همراهشونه، حالا بعضی هاشون مثلا نون و پنیر برای زور. خلاص ما همیشه کیف سامسونت، نه موقع اینوایس داخلش بود و اینا، اینوایس چی میشه بیلان نمیدونم استعلام از این چیزا داخلش بود. بعد و یه چکی که چک بدهکاری باتمان قلیچ بود به من. باتمان قلیچ هم اینجا بهش میگفتن باتمن، همین باتمن مرد خفاشی است. خلاصه ما با این ماشین رفتیم و
اینجا هم اینجوریه، هم اونجا هم اینجوریه. ماشین تی که میبری خودت پیاده میشی، میافته روی ریلی، این ریله میبره توش، تو میری از پشت شیشه نگاه میکنی. خب مردم نگاه میکنن میبینن نفر بعدی اومد و اینها، ما این ماشینی که گذاشتیم رفتیم اونجا نگاه کردیم، این ماشین وقتی داشت میرفت هی این چیا یخ زده بود، هی میافتاد از روی این آهنه، میافتاد دوباره میافتاد اینا. مردم آمریکایی‌ها به من گفتن این ماشین توئه، گفتم من گفتم ناراحت نیستی چیکار کنم دیگه، حالا داره میافته، طورش نمیشه که بنز، طورش نمیشه. خلاصه وایسادیم، ماشین وقتی اومد بیرون هنوز این کف و صابون و اینام روش بود، شیرازی ها به کف میگن کف، کف و صابون اینام روش بود. من وایسادم گفتم خب حالا اینا میان، دیدید 5 6 نفر میان با حوله‌های گرم میافتن به جونش، تمیز میکنن، هیچ که نیومد. ماشین پشتی داشت میومد، طرف گفت چرا ماشین تو موو نمیکنی؟ گفتم این هنوز روش برف و شامپو و این چیزا هست. گفت نه دیگه همینه، امروز یخ زده. گفتم آها صبر کن، اگه یخ زده نمیتونین ماشین بشورین، خاموش کنید مثل دیگران برید خونتون. اگه میخواین ماشین بشورین، باز سیستمتون یه جوری باشه که ماشین بشورین. یه پسره اسپانیش احمق‌تر از من اومد گفت که من تو رو میشناسم، راننده تاکسی هستی و هر وقتم ماشینتو میاری اینجا ما رو مجبور میکنی ما ماشینتو دوبار بشوریم. من تو عمرم تاکسی نروندم، تاکسی روندن افتخاره، دوتا داداش من اینجا تاکسی روندن رفتن دانشگاه، ولی تاکسی من نروندم. بهش گفتم what the hell you talking about، این مزخرفات چیه میگی، من بار اول میام اینجا، اولین بار میام تو این شاپینگ سنتر تو این ماشین شویی. گفت نه من میشناسم. گفتم ببین به رئیست، به مدیرت بگو بیاد. گفت من خودم مدیرم. گفتم صاحب اینجا کیه؟ گفت باتمان. گفتم باتمان قلیچ؟ گفت ها. گفتم تلفن بزن بهش. تلفن زد، تا این تلفن زد منم این کیفر باز کردم، این چکر ناشونشون دادم که باتمان قلیچ $23,000 به من بده کاره. گفتم نو واندر، یعنی تعجب نمی کنم که این ماشین شوری مال باتمان قلیچ باشه و تعجب نمی کنم که آدمی که اینقدر پولدار بوده، اینقدر اینجا زمین داره، اینقدر اینجا شرکت داره، اون به یه آدمی مثل من بدهکار باشه. منی که اینجا با کارگری شروع کردم، حالا چند تا ماشین داریم، دیگران رو هم کار میدیم و الی آخر. آقای باتمان قلیچ گفتم ببین من ماشینم رو از اینجا تکون نمیدم تا تو بیای اینجا. گفت سوربی جان لطفاً ماشین تو ببر به اینا، گوشی بده به اینا یه بار دیگه بشورن. گفتم اصلا نمیخوام اینا نزدیک ماشین من بشن، ولی تو باید بیای اینجا اینو مجبور کنی از من عذرخواهی کنه، خودتم به اینا یاد بدی customer is right حتی موقعی که رانگم. گفت من بعد از گرفتارم همیشم تو دادگاه بود، تو بانک بود، آدم خدا رو بیامرزد مرد، ولی آدم آشغال کله‌ای بود. خلاص گفت که حالا کجا میداری میری؟ گفت من دارم ماشینی میبرم میفروشم. تو دیدی کسی که میخواد ماشینو بره بفروشه، نه به آدم شخصی، به شرکتی چیزی، بازم تمیزش کنه بشورتش، این احترام به نفر بعدی که میاد نگه اینجا گاو زندگی میکرده. گفت ببر ماشین تو، اون ماشین تام به سلامتی بگی بیا اصل بیا پرلوم. گفتم باش. اصل رفتیم اونجا، میخوام بگم بعضی وقتا عدو شود سبب خیلگر، خدا خواهد این شعر رو دیگه حالا نمیتونیم جای خدا بذاریم، طبیعت هرچی. خلاصه ما برگشتیم از اونجا، اولا این آقا رو آورد گفت you don't know Mr. Sorby. وقتی این میگه من دفعه اول میام اینجا، این حرفش قبول قبول و عذرخواهی کن دفعه دیگه هم نمی، هر کسی دیگه اومد اگه اشکالی بود سعی کن، اگه حتی بهش میگی آقا این کاغذ بگی دفعه دیگه مجانی بیا، ما مشتری رو باید بیاریم، نه تو احمق با هر کسی در بیفتی فلان اینها. خلاصه باتمان گفت که درو ببند، اون مرده که عذرخواهی کرد رفت گفت درو ببند. گفت سوربی جان شاید امروز یه چی داشته، یه خیریتی داشته اینجا پیدا شده و اینا. گفتم چیه؟ گفت من یه زمینی دارم نزدیک فرودگاه دالاس ایرپورت و اینو بانک داره از من میگیره و شما بیا اون پولی که بانک به نرخی که میخواد ورداره و بزنه تو سرش، هم زمین رو داغون کنه هم برای من باقیشو از دادگاه بگیره و اینا، بانک رو راضی کن این زمینو مال تو. البته ما
باز اون موقع سادگی کردیم، نمیدونستیم اینا انقدر کلاهبرداری میکنن. مثل داداش شاه بود که وقتی وام میگیره اون بانک شهریار و ایران تانکر و هیلمن که ماشین میفروختن و فلان، اینا قیمت رو بالا میزنن. مثل این ترامپ نابکار شارلاتان هست، مثلا میره میگه من میخوام یه ساختمونی بخرم 10 میلیون، 10 میلیون 8 میلیون پول میگیره، بعد این ساختمون رو خریده 6 میلیون، یعنی 2 میلیون هم گذاشته تو جیبش. بعدم میاد به تو میگه من این خریدم 10 میلیون امروز به تو میدم 9 میلیون. ولی خلاصه ما اینم ازش خریدیم و اینها، بعد چند سالم فروختیم و این خب بالاخره دیگه زمین شما بندازی یه سودی میبری ازش. سودم که میبری دولت فوری میاد سراغت میگه آقا اینقدر سود بردی، اینقدر شما به من بدی، ولت نمیکنه. خانم الهه دانشزاده میگه بهمن باتمان قلیچ در ایران هم شرکت ساختمانی داشت و قراردادهای دولتی بزرگ میگیره. همین زمینه رو وقتی به من فروخت، بعد میگفت بیا اینجا رو بکنم پاتیناژ. من شیرازی اصلا پاتیناژ، من برف میبینم میلرزم، عکسش رو ببینم میلرزم. گفتم پاتیناژ چیه؟ گفت قصر یخ من درست کردم، اون یکی دیگه توچال من درست کردم. گفتم بابا ولمون، تو همون معامله که ما کردی بس بود، حالا این یکی هم به خیر بگذره، یه جای دیگه گرو نذاشته باشی پول بگیری. نه، 2-3 سال پیش اینجا فوت شد، ورزش تنیس میکرد، خیلی بازیگر خوبی بود تو این کار، ولی کلن آدم بد حساب. اینا آدم های لوس و نونور و بچه ننه های هستن که حتی تو بیزینس هم وقتی میان اینا، چون با پول بابا، با پارتی بازی دایی، با نمیدونم پارتی بازی شوهر عمه و فلان، اینا به یه جایی رسیدن، خلاصه کلام باد آورده رو باد میبره. قبل از اینکه بگیم پول فلان خرج بواسیر میشه، خلاصه باد آورده رو باد میبره. همیشه هشتشون گروه 20ه، هشتشون گروه 9 نیست، هشتشون گروه 20. حالا اینو داشته باشین. تو همین شاپینگ سنتر یه دوست ما رفته بود یه مغازه گرفته بود و با چند نفر شریک شده بود اینا، و اون موقع اون شهلا خانم داده خواهر این باتمان قلیچ منیجر بود. اینا همشون فامیل مثل مافیا، بدون اینکه صلاحیت داشته باشن یه کاری میشن، بعدم کارا رو نمیتونن انجام بدن. بعد این دوست ما وقتی میخواست اونجا رو بفروشه، تو آمریکا رسمه شما ماشین هم که میخوای بفروشی، من پریروز رفتم نیوجرسی، باورتون میشه یه ماشین یه سال کهنه رو 93,000 دلار خریدن. تازه این شرکت بزرگه، اینو میخره میخواد بفروشه چند؟ میخواد بفروشه 100 خورده هزار دلار. به طرف میگن که سند تو دستته؟ میگه نه. میگن کی برات فاینانس کرده؟ وام از کی گرفتی؟ میگه فلان بانک. به فلان بانک تماس میگیرن، میگه که مثلا تو این کیسی که من رفتم نیوجرسی اومدم، میگه که 80,000 دلار به بانک بده کاره، یه چک میدن به اون 10,000 دلار، یا یه چک اصلی رو میدن به بانک، بانک پول خودش رو برمیداره باقیشو میده به فروشنده. ما به این دوستمون گفتیم که اینجوریه. گفت نه سوربی جان تو نمیدونی. خب این دوست ما زودتر از ما اومده بود آمریکا، فکر میکرد همه چی رو میدونه، همه کاراش هم تو زندگی اشتباه بوده. تا حالا بیچاره چند تا خونه از دست داده، چند تا شغل از دست داده، چند تا زن از دست داده، ازدواج کرده بمانه. خب با دوستا بعض وقتا شما نمیتونی، گیر میفتی. بعد گفت تو که کردیت کارت داری؟ گفتم مردشور این کردیت کارت ها رو ببره. 25,000 دلار ما رفتیم از کردیت کارت قرض گرفتیم دادیم به این آقا. گو این 3 روزه من اینو میفروشم به این، این شعلا، این پول فلان، اینجوری پول شما برمیگرد. همون 3 روزه نزدیک 1 سال شد و یه دوستی 2-3 هفته پیش من زنگ زد، گو آقا این آقای فلانی بود که دوست شما بود و فلان اینا، من شنیدم این خیلی مشکلات مالی داشته و اینها و حالا با من مشکل مالی پیدا کرده و میخواستم اینم شما میتونی تو دادگاه به ما کمک کنی؟ گفتم چه کمکی؟ من که وکیل نیستم. اینا گفت نه وکیل دارم، هم من وکیل دارم هم اون وکیل داره، ولی شما اگه موضوعی مسئله چیزی بوده. گفتم نه آقا، یه بار یه همچین ماجرایی بوده، به بدبختی 100 دلار 100 دلار 1,000 دلار 1,000 دلار این پولو به ما داد. بهشم گفتم آقا اگه شما دفعه دیگه دوستان رفتید بانک بهتون بانک قرض نمیده، رفتید ماشین بخرید ماشین فروشی بهتون قرض نمیده، فامیل و نمیدونم برادر چی میگم برادر شوهر، برادر زن و شوهر خواهر اینا رو تو دردسر نندازین، روابط خانوادگی خودتونم خراب نکنید. حالا اینا رو گفتم. دیروز داشتم باز میرفتم مریلند، از اونجایی که رد میشدم یکی از دوستانی که با اون دوستمون حالا این دوتا شاکی هستن، خونهش دم بلتویه، هر وقت من رد میشم زنگ میزنم میگم شما مثل این کلیسای این و
مال مورمونا هستن، تو ایران مورمون اینا رو ما نمیشناختیم، اینا مثل بهایی ها حدود 50-60 سال پیش یه دینی را انداختن، حرفای عجیب غریب هم زیاد میزنن. خلاصه زنگ زدم به این، گفتم این دوست شما اینجوری و اینا، به این بنده خدا بگو که سوربی یه چیزی یاد گرفته از مهران صدری، میخواد این یاد گرفته رو مجانی در اختیار شما بذاره، هر جا ما دست میذاریم یکی کلا گذاشته سرم. این مهران صدری وقت تلویزیون ما رو داشت با همه آقای فولاد ان پادشاهی اینا برنامه میگرفتن از انگلستان، هر وقت پول میفرستاد هی میمد گفت سوربی دارن قطع میکنن، گفتم خب بذار قطع بشه، نه آقا اگه قطع شد دیگه وصل کردنش اینجوری فلان، نه اون پول فرستاده وایر ترانسفر کرده، بهش میگم وایر ترانسفر میدونی یعنی چی، یعنی الان که فرستاد 10 دقیقه دیگه اینجا تو بانک تو میتونی بری بگیری، میگه نه اینجوری نیست، از انگلستان بیاد اینجا یکی دو روز طول میکشه. 18000 دلار این مهران صدری با یک زنی، نمیخوام بگم زنی که زنی خوبی بود بنده خدا، با برادراش اینا آدمای محترمی بودن، با اون بود 18000 دلار از ما گرفت. آخر کار معلوم شد که این پولرم از اون گرفته، درست مجبور شدیم ببریمش دادگاه. یه روزی بهم زنگ زد مهران صدری، گفت من اینجا چیزی دارم، گفتم نه، گفت خب تو چرا میخوای من رو ببری دادگاه، گفتم میخوام اقلا یه درسی بهت بدم، گفت میدونم تو معلم بودی دبیر بودی فلان بودی اینا و میخوای منو تنبیه کنی، فکر کن تو گوش منو گرفتی میکشی ولی بازم میگی نه این پدر سوختر من با بودمونم، من همچی تنبیهی نیده بودم کسی انجام بده، من یکی از افتخارام اینه که در دوران چند ساله که دبیر و معلم بودم هیچ وقت هیچ شاگرد و دانش آموزی رو تنبیه نکردم. میگو حالا فکر کن شما میخوای دور مدرسه منو بدونی، ولی یادت باشه سوربی تا هم باید همراه من بدوی، تا هم خسته میشی. اینو من کردم آویزه گوش، میگم راست میگه. حالا این دوستمون رفته وکیل گرفته، اون دوستمون رفته وکیل گرفته، وکیلام که میدونید به شما چی میگه، اول میگه 4000 دلار بیا بذار تو حساب، بعد 1000 دلار 2000 دلار برات بیل بالا میارن، صورت حساب بالا میارن، دوباره بهت زنگ میزنن ریتینر بیا بذار دوباره 1000 دلار 2000 دلار. خلاصه این دوتایی که روز اول با سلام و سلوات سفره دلشون رو برای همدیگه باز میکنن، حالا امروز افتادن دشمن هم شدن، همدیگه رو تهدید میکنن. این گفت اون به وکیلش گفته، من بهش گفتم چاقو میزنم تو شکمت، من اصلا همچی آدمی نیستم اینا، گفتم برای خودتون دردسر درست کردی. اینم از این آخرین نامه اینشتین 1954، باورتون میشه نوشتم 1945، بهتون گفتم شماره ها رو بعضی وقتا جا به جا می نویسم، راجع به دین برتر قوم برتر. و میدونید که اینشتین یه آدم ناموفقی بود تو ازدواج، حتی بچه هاش و اینا هم درست اونجوری که باید ببینه و اینها ندید، بعدم آخر مجبور شد رفت با دختر دایی یا دختر عموش ازدواج کرد و بماند، که فکر کنم اسمش هم السا بود، همین السایی که الان بچه ها فیلمش میبینن. و اون فرمول E مساوی با MC2 اون مال اینه، میگه آقای سبا تبار، سبا برای من امروز اومد که برنامه لایو داری، وقتی اومدم دیدم برنامه لایو نیست. اینم جواب اون دوستمون آقا امید از کانادا، که همه این چیزا مشکل داره، مثلا یه وقت فیسبوک شما میزنی برنامه بوده تموم شده، بعد برای شما که میاد مینسه فلانی برنامه داره بیا، شما که میری میگی لایو ایز اوور، در صورت من اگه کسی بلده چجوری روی یوتیوب برنامه‌ای رو که مثل تلویزیون مردم داره باز پخش میشه ریران میشه چیز کنه، بنویسیم یا ریران یا لایوشو برداریم اونو بگیم، ما اینجا هیچی نمیذاریم که بگیم لایو یا ریران اینا، خود یوتیوب این کار انجام میده. خب خیلی ممنون. میگه آقا داری برای دل و احساس مسئولیتت کار میکنی، اینه با شما من مخالفم آقا، احساس مسئولیت من و شما که پولی نمیگیریم، ما مسئولیتی در قبال کسی نداریم، ما خدمت میکنیم. ببینید وظیفه و مسئولیت دوتاش یکی، مسئول یک کلمه ای که یعنی در مقابل سوالات مردم باید جوابگو باشیم، که الحمدلله ما اصلا همچیز نداشتیم، از شاه گرفته از ولی فقیه گرفته نداشتیم. خب ولی خدمتکار زیاد داشتیم، کسانی که خدمت میکنن، بزرگترین خدمتکارهایی که من همیشه ممنونشونم به غیر از این معلم و فلان اینا، بابای مدرسه، ننه مدرسه. شما چی میگفتین؟ میگفتین ننه مدرسه؟ ما داشتیم آقای نصراللهی، خانم نصراللهی، میگفتیم ننه مدرسه، اون گفت بابای مدرسه. با دو چرخه میرسیدیم اونجا خیس،
به من میگه لباس در بیا بزن اینجا لباس پسر من بپوش برو. زور ساعت دو که میادیم لباس خوش گرم میپوشیدیم که تا خونم که میرفتیم گرم بود. حس مسئولیت نه در برابر مردم، در برابر خودت. اون احساس خدمت کردن به جامعه است. میدونم تو استاد شعر و سخن هستی، ولی بعضی وقتا به من و شما هم اینا رو غلط یاد دادن. من و شما مسئول نیستیم. و برات اون روز میخواستم بنویسم ولی تو راه بودم، نمیدونم آمد یا نه، خیلی چیزا رو مینویسم، بعد میام اینجا به داداشم میگم اونو گرفتی؟ میگه نه. میگم آقا اینجا نشون داد رفت. گفته بودی رستوران ها سر بزنیم، از مردم پرسیده بودی که این کارو بکنیم یا نه. این کارو نکنی یا اگه خوراک با توف دوست داری این کارو انجام بده. بلا فاصله از یکی ایراد بگیری، هر قدم آدم خوبی باشه اگه خودش هم توف نندازه خدمتکار اون رستوران توف میندازه تو خوراک. آقا ولمون کن این چیزا، این لوس بازی ها، این سوسول بازی ها به ما نیومده. بله آمریکا هست، طرف چیز اصلا میره یه خوراکی یه جا میخوره میاد نصف صفحه راجبش مینیسه یا یه ویدیو درست میکنه راجبش مینیسه. خیلی ها اونجا میرن چون این رفته، خیلی ها اونجایی که این دوست نداره نمیرن. ولی ما ایرانی ها، یادم آقای مختار اتفاقا چندین سال پیش یکی توی برنامه کانون بهش گفت آقای مختار شما چرا این کار نمیکنی؟ شما که خیلی هم رستوران میری و دوست داری و اینا، مثلا کباب بازار میری، شمشیری میری، البرز میری، روز میری، مرجان میری، اینا چی میری؟ بعد مختار گفت آقا پوس موز زیر پای ما ننداز. در صورت پوس موز سبا زیر پای خودت ننداز. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. انگلستان بوریس جانسون دنبال اون آبروزی جشنایی که گرفتن و عرقای زیاد که خوردن هنوز ادامه داره. و اما من هفته گذشته، آقا امید شما فقط تنها نیستی که پیام میدی ناراحت میشی، ما آدمای احساسی هستیم، شور حسینی برامون میداره، میخوایم نمیدونم چی میگن در خیبر رو بکنیم و این مال علی بوده مثل بمانه فلانجا رو آتیش بزنیم، فردا میخوایم قربون صدقه اون بریم. یا آقایی به نام صادق کرد کنعانی که این من بهش میگم صادق کرده و بعدن که حالا دوست شدیم با هم صحبت میکنیم فهمیدم ایشون تو رادیو ایران هم که اون آقای ناصر توکلی بود برنامه داشته و اینها، و ایشون هم برای من نوشته بود سربی جان خوبه که شما تو مملکت دموکرات هستید، اینجا با آخوندان باشی میگذره. من نوشتم آقا بیا امروز، من دو سه ساعت نوشتم برای من، نوشتم بیا با هم صحبت کن. بعد داشتم میرفتم نورد کارولینا سه چهار روز پیش، گفتم بیا با هم صحبت کن، من با آخوندا چجوری میتونم مزدورشون باشم. خب یه فکری تو مغزت هست، مثلا من میگم این آقای اکبری رو استخدام کنیم برای ما جاسوسی کن. میرم به اکبری یا به شاهین یا به آقای موثقی میگم شما بیا بشین تو تلویزیون که همه بشناسنت، همه صداتو بشناسن، اسم و فامیلتو بدونن، بعد چه کار کن برای ما. یا اینکه میام به اکبری میگم آقا من میخوام نفوذ کنم تو انجمن پادشاهی، شما به عنوان یک عضو دست و پا باخته و دل باخته انجمن پادشاهی برو داخلشون که بشت امین امینشون بشی، بهت اون وقت بیار خبرها رو به ما بده. آخه آقای صادق خان، من نمیخوام به شما بگم احمق، نمیخوام بگم نادان، شما باید از اونایی که بغل دستت نشسته تو مهمونی بهت به به چه چه میکنه با عقایدت موافقه بترسی که ممکنه جاسوسی کنه. منی که میگم این حرفی که تو میزنی مزخرفه قبول ندارم، چه جاسوسی دارم؟ بعدم باور کن اگه آخوندا برای جاسوسی و مزدوری پولی میدادن هممون تو صف بودیم که بریم این پولو بگیریم. ای کاش یکی زنگ بزنه بگه آقا یه جایی دارن پول میدن و ببینیم چند نفر میرن تو صف. دروغ به خودتون نگید، بی ارزگی های خودتون، بی ارزگی های جنبشتون، بی ارزگی های حخا و شایان و کاویانی و فولادن و نمیدونم شارمهر و فلان رو نندازید سر دیگران. وزیر اطلاعات اداره اطلاعات ایران رو خوشحال نکنید که تا چند مدت پیش میگفت از هر سه نفری که میشینن دور هم این دوتا فکر میکنه این جاسوسه، این دوتا فکر میکنن این جاسوسه، این دوتا فکر کنن این جاسوسه، الان هر سه شون فکر میکنن جاسوسن و هر سه هم مجانی. اصلا آقا خانم تو که خیلی سیستم واردی، بیا
بیا یه پولی بیار ما باشیم استخدام، پولرم بگی بیا. بعد چند پول میدن؟ ماهی 10,000 دلار میدن، ماهی 1,000 دلار میدن، 25% برای تو، اصلا 50-50 کوفتت بشه، بگی بیار دیگه. گفتم تو توی مهمونی مادر یه خانمی فوت شده، این شوهرش خب ماها رو دعوت کرده، رفتیم اونجا نشستیم، خانوما داخل بودن، آقایون بیرون بودن، مهمم نیست مهمونی مسلمونی باشه یا نباشه، خود به خود زن و مردون جدا میشه. بگذن بعد یه آقایی باهایی هم هست میگه که آقای سوربی شما که میدونی حمید شبخیز با جمهوری اسلامی. گفتم آقا من کجا میدونم؟ حتما شما میدونی، یا با هم میرین چک میگیرین یا شما جو. بعد گفتم که دوستان این آقا میگه آقای حمید شبخیز جمهوری اسلامیه، بیان یکم ساکت باشیم ببینیم. از گو آقا من غلط کردم. گفتم خب همه باید به همدیگه بگیم غلط کردیم خفه بشیم، یا اگه دلیلی داریم بیان بگیم. اون روز با آقای کردار صحبت میکردم راجع به این تلویزیون های انترتین و اینا، گو اینا که همشون تموم شدن. گفتم آقا داشتیم تلویزیون های انترتینی داشتیم، یکیش بود بگو من فقط آهنگ پخش کنم، یکیش بگو من تبلیغ پخش میکنم، هی بهشون فوش دادیم. آقای موثقی برو نگاه کن برنامه های سال های 20 سال پیشو. آقای علیرضا امیرقاسمی میگه آقا من اصلا سیاست بلد نیستم، من بابام نمیدونم تو دربار کار کرده، خودم هم اینجا قرتی و قرشمالم و فیلمسازم و کارگردانم، همش تو آهنگ. شبخیز میدونید، برید نگاه کنید ویدیوشو، شبخیز با فرخزاد اومد تو اون برنامه میخک نقره‌ای، میخواست خواننده بشه، حالا نشده، نمیدونم لهجه رشدی داشته پونه. اینا رو انقدر فوش دادیم. اون آقای نادر رفیعی اینا حالا بعدی هاشن اینا هم شدن سیاسی، قالش سیاسی شدن. چه دست گلی به سر من و شما زدن؟ هیچ. یکی کم بود، دو شد، خونه پر از بعد. خب روحانی روحانی چی شده عزیزم؟ هیچی، کلاه هم افتاده بود یادی از تیم آه روحانی کلی خند میگه، کلی خندیدم، اصالت داری، خیلی ممنون، متشکرم. این روحانی یک میدونی که این داداش تقی روحانی بود، تقی روحانی گوینده خوش صدای تلویزیون رادیو زمان شاه، بعدم این بدبخت اول انقلاب گرفتن موقعی که هرج و مرج بود، خدا میدونه کی بود، مأمور بود، پول میخواستن، چی بود، بردن میگن زبونشو بریدن و فلان اینا. در هر صورت این آقای روحانی اسم کوچیک الان یادم رفته که این مهدی روحانی فکر کنم، این میگفتن دلغک بوده، حالا تو نیرو هوایی و اینا هم چجوری این شده بوده نمیدونم تیمسار، اینم از مسخرگی های ارتش شاهنشاهی که یه احمقی مثل این مهدی روحانی میشه تیمسار. بعد اینجا هم رفته تو کار بیمه و نمیدونم این چیزا، پولدار شده، اومده بود تو تلویزیون ها معروف شده بود، بعد اومده وایساده بود میخواست بشه رهبر انقلاب. رهبر انقلاب یه دفعه جلو تلویزیون فینت میکنه، یعنی از حال میره. بعد خانمش از تو آشپزخونه میگه مهدی جون چطور شدی؟ نه تیمسار، اینا میدونی که تو رختخوابم به هم میگن تیمسار، دکتر، مهندس، چطور شدی؟ گفت هیچی خانم، کلام از سرم افتاد و اصلا قرش میکنم. خب منم ممکنه بشم، ولی اگه شدم بعد که هوش اومدم یا میگم نفهمیدم چی شد، یا اگه فهمیدم از بهش بهش شدم میگم اینجوری. خب ممنون، متشکرم. بیننده ای که از سال 2006 بیننده برنامه است، جالب اینجاست که ایشون خودش رو شاگرد آقای دکتر حسام نوذری میدونه و خوشحالم که ایشون زنگ زد و با هم صحبت کردیم، ولی نگران آقای دکتر حسام نوذری هستم که اگه من یه روز با ایشون صحبت کنم بگم آقا بعد این همه کلاس‌های خوبی که شما میذاری یه شاگردت اینه که نمیدونم بیاد صدای سوربی رو ضبط کنه به عطابکی بده، صدای عطابکی رو به اون بده، و کسی که میتونه دانش شما رو به دیگران منتقل کنه به جای این کارا یه کارای بیمزه، پرانک بهش میگن، لوسبازی در بیاره. ولی ممنونم، گفت من اون کار زشتی که انجام دادم، من میگم زشت، کار شما زشت بود، اون کار زشت و غیرقانونی که انجام دادم درستش کردم و فلان. اصلا حالا اگه پیغامشم پیدا کنم براتون پخش میکنم، چون جایی نگفته که پیام من پخش نشه، ما به دوستان احترام میذاریم. با شماره 703 هم زنگ زده، این شماره 703 آلمان 49 فلان اینا دیگه، اینا معنی و مفهوم خودشون رو از دست دادن. وقتا یکی زنگ میزد شما میفهمید مریلند، تگزاس، اینه اینه، الان اینجوری نیست. الان شما میری رو گوگل وایس و این شماره های اسپوف و اینا، میگی شماره، من زنگ میزنم به شاهین،
شماره آقای اکبری رو میذارم. به همین خاطر همینجا یادتون باشه اگه یکی زنگ زد با شماره بچه‌تون، با شماره نوه‌تون، با شماره داداشتون و گفت الان تو بیمارستان بیان کمک کنید فلان کنید اینا، شما بگو کدوم بیمارستان. مثلا میگه بیمارستان مثلا فیرفاکس، شما شماره که این میده زنگ نزن، با شما با فیرفاکس مستقیم زنگ بزنید ببینید اصلا اون بیمارستان هست یا نه. خیلی ها الان این کارا رو میکنن، سوء استفاده میکنن، مخصوصا از پیرمردا و پیرزنا. بله میگه صبح جان شاگرد ربطی به استاد نداره، ارسطو هم معلم اسکندر شد در حمله به ایران و بعد به جهان. اینم نکته جالبیه اتفاقا سر این ماجرای سربریدن در اهواز، یکی نوشته بود لعنت به اسلام که این اسلام دین سربری و اینا. گفتم آقا جون یکم کتابی و گور پدر هر دینی که شما میگی، ولی یکم هم برید بخونید شما سر بریده کوروش رو در تشت خون 2500 سال ببینید چی بوده. بعد این از فرانسوی ها دیگه ما مهد دموکراسی، رنسانس، ناپلئون فلان، ما دیگه از اونا بالاتر که نداریم، درسته؟ شما برو ببین اینا تو الجزایر و تو مراکش و نمیدونم اینا چگونه سرار بریدن گرفتن دستشون باهاش عکس افتخاری میگیرن. اینا مسلمون بودن؟ نه ولی نمیشه بنویسی، فوشت میدن. یا آقای هست به نام کوروش الان فوش داده من از kalhorfulan.com. چرا؟ چون من با آقای حخا برای حخا که نامه نوشته بود نوشته بودم دوستان نگاه کنید بعد از 43 سال یه سری عقب افتادهایی مثل حخا و اینا تازه دارن نامه می‌نویسن. میدونید که رجوی هم نامه نوشته بود به رفسنجانی و به رهبر انقلاب و فلان اینا. اینا کارشون اینه، اینا اپوزیسیون مملکت ما هستن. خب بیایم این دوستمون ببینیم پیامش صداش. بله میگه ایشان، آها اینجا یه جا برای من نوشته که امیدوارم بتونیم با این آقای چیز برنامه‌ای داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم. درود بر شما، ممنون از اینکه از دکتر نوذری صحبت کردید، من به ایشان انتقال دادم و امیدوارم یه گفتگو در شبکه شما داشته باشن. آقا ما خیلی دنبال این نیستیم که با مردم مصاحبه کنیم، همه میخوان مصاحبه کنن، ولی اگه کسی حاضر شد یه مقداری هم هزینه تحمل کنه برای منی که نشستم زیر این نور و زیر اون گرما و اینها، اون وقت ما هم براش ارزش قائل میشیم، میشینیم باهاش صحبت میکنیم. گوش کنید این دوستمون. درود بر جناب مصطفی، درود بر نمیدونم مسیج رو میشنوید یا نه. به هر صورت ما حدود سال 2006 شما را اذیت میکردیم، شیطنت میکردیم و هیچ خصومت شخصی هم حقیقتا نه، حتی با باورهای شما. آن موقع شما با ما صحبت کردید و دوست شدید و دیگر شما رو باهاتون شیطنت نکردیم. بعد از اون موقع ها ما دوباره شیطنت کردیم. سال 2006 ما با هم صحبت کردیم، دوست شدیم، شما شیطنت نکردید. این قسمتش من درست متوجه نشده بودم، حالا فهمیدم. خب بعد از اون موقع ها دوباره شما شیطون شدی؟ چی شد؟ زنت طلاق گرفت، با دوست دخترت به هم زدی، عصبانی بودی، اولین کسی رو که تو تلویزیون دیدی شماره تلفن داره تصمیم گرفتی زنگ بزنی فحش بدی. برو بریم. و من همیشه دوست داشتم شما رو کمی حالا. ببین این آقا باید بره یه دکتر، باید بره یه دکتر روانشناس بگه من دوست دارم یه کسی رو که ازش خوشم میاد، برنامهش رو نگاه میکنم، برای من شخص جالبیه، با لحجه صحبت میکنه، خودشو عوض نمیکنه، من دوست دارم این شخص رو اذیت کنم. اصلا ناراحت نشینا، شما تنها نیستی. این بهزاد دوست ما در کانادا براتون هم تعریف کردم، مثلا من یه دفعه رفتم کانادا هتل گرفته بودم، من گفت اگه میری هتل دیگه من نمیخوام ببینم. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت هتل تحویل بده بیا خونه ما و فلان اینا بمانه. وقتی نشستیم روز دوم بود توی مهمونی با هم دیگه آبجو خوردیم فلان اینا، گفت حالا من یه اعترافی باید بکنم. گفتم چه اعترافی؟ گفت من بعضی وقتا دوستان که میمدن خونمون میگفتم این آقا حرف خوب میزنه و اینا، وای میسادیم، بعد میگفتم حالا بذار من این چی میگن نقطه چیش دست منه، فتیلش دست منه، یه تلفن میزنیم، گفت صدامو عوض میکردم، یه چیزی مخالف میگفتم، شما جری میشدی، آتشی میشدی، من لذت میبردم. دوستان ما ملت مریضی هستیم، ما بیماریم، ما روانشناس احتیاج داریم.
و جالب اینه که به هر کی میگی باید بری روانشناس میگی من دیوونه هم. آقا شما برو دیوونه نیستی، قرار نیست اولا روانشناس وقتی دیوونه شدی بری، قرار موقعی که سالمی و تشخیص میدی یه اشکال هست بری که دیوونه نشی. ولی شما گوش کنی، این آدمه با درود شروع کرد، از اونایی که این یه دفعه کنم با اسم عقاب با من صحبت کرد، دفعه دیگه که زنگ زد گفتم آقا برو به سلامت، بلاکش کردم. اون موقع هم نمیدونم تلفن مال تگزاس بود، گفتم این شماره تلفن ها اصلا بریز دور. ولی اینا دوستای آقای عطابکی شدن. عطابکی چون نادانه نمیفهمه، به دوستی اینا شما خیلی اطمینان نکن. این دوستیه که میگه من اذیتت میکردم بعد باها دوست شدم بعد دوباره حال گوش کن، بذارید به پای اون کودک درون حالا هرچی. ولی برنامه روز آخر شما مطلبی رو فرمودید که دل بنده رو بردید و خواستم بهتون بگم به احترام این صحبت و به احترام دیده دوست داشتنی شما، بنده اون صدایی که از شما بود رو حذف کردم که در مورد اون شخص صحبت کرده بودید آقای عطابکی، و این که خدمت شما عرضم که چرا از شما بر من اثر گذاشت، از این که از جناب دکتر حسام عزیز صحبت کردی و خیلی خوشحالم ایشون هم از اقوام بسیار نزدیک من هستند و هم استاد من بودند و هستند، هم در دانشگاه و هم در زندگی. و طرف دانشگاه رفته است، شاگرد آقای دکتر حسام نوذری بوده. این بنده خدا آقای حسام نوذری لازم نیست بیاد برای من و شما تعریف کنه 14 میلیارد سال ما دنیا بودیم، این مزخرفای دین میگه 6000 سال و 6 روز و فلان اینا رو بریز دور. آقای حسام نوذری یک کلاسی بذار. این چیزی که من به رضا پهلوی گفتم، گفتم شما اول این آشغالای دور و سر خودت رو تمیز کن. شما نمیتونی بگی من آدم طبیعت دوستی هستم ولی خونت آشغال باشه. باید از خونت شروع کنی، از کوچت شروع کنی، از خیابونت شروع کنی. نه رضا پهلوی این کار کرد، به نظر میرسه آقای دکتر حسام نوذری هم بنده خدا یا بی اطلاع نمیده. ولی ببینید ایشون میگه چون شما یکم از دکتر حسام نوذری صحبت کردی من دوباره عاشقت شدم. عشق ما عشقای علکیه، میگفتن این عشقم برو بذار دم کوزه آبشو بخور. اوکی عشقای یه طرفه است. سوسن میگه آخه عشق یک سره باید باعث درد سره، یه چیز اینجوریه. خب دوباره ایشون عاشق ما شده. خیلی جالبه آقا شما کار غیر قانونی انجام دادی، شما به من تلفن زدی، من بهت مثل دوتا دوست صحبت کردم، گفتم بابا الانم میگم، گفتم این کامران عطابکی اینجوری بنده خدا زندگیش اونجوری، اول داستان پسرش بعد داستان خانمش اینا، بعدم کامران عطابکی شما بهش بگو چند سال توی مملکتی، میگه 40 سال حداقل، بیشترم بوده. بهش بگو آقا 4 تا دوستتو اسم ببر، اگه تونست نداره. و شما میای به من میگی این اینجوری، من برات توضیح میدم که آقا اینجوری کارش نداشته باش، شما صدای منو ضبط میکنی اونجا میذاری، حالا از من چی کم میشه؟ شما داری کار قانونی میکنی تو ویرجینیا، شما نمیتونی صدای دیگران رو ضبط کنی بدون اینکه بهشون بگی. خب حالا خیلی ممنون لطف کردی رفتی اون ویدیو رو برداشتی، اون موقع که بود به من چه آسیبی میرسون چه ضرری میزد که حالا که ورش داری چه سودی بذاره. من به شما پیشنهاد میکنم شما $100 خودتو جریمه کن، به منم نده، به آقای عطابکی هم نده، این $100 رو بفرست برای سنت جود، برای فلان بیمارستان بچه ها، که تنبیه بشی، یاد بگیری آقا من نباید به کسی که دوستش دارم یا برنامهش میبینم، حتی به کسی که دوستش ندارم برنامهش دوست ندارم برم یه جای دیگه نگاه کنم، کسی رو که دوست دارم پیدا کنم. اون وقت اینا هستن، حالا همینا میان چیکار میکنن سر عطابکی بیچاره؟ بذارید براتون پیداش کنم. آقای کاووسی برای من فرستاده بود عطابکی رو گیر انداختن سر ماجرای بمب اتم و ایران و اینها، بعد عطابکی هم یه جوری قیافه حق به جانب گرفته. آره منم گفتم این آخونده اگه بمب اتم منفجر کنن اون وقت باد میارتش از اسرائیل تو ایران فلان اینا. بعد آخرش فما فکر میکنید چی میگه؟ اون کسی که به عطابکی زنگ میزنه ادای اینه در ورده که استاد نوکلیر هست، بمب اتم هست و اینا، به عطابکی میگه البته این
چیزای جدیدی که ساختن بزنم ببینم میتونم اینو لینکش براتون بذارم. سلکت اریا کامران عطاوکی بیم. این عکسش عطاوکی، یه تبلیغ یه تبلیغ مجانی برای شما. برید نگاه کن کامران عطاوکی. حالا نگاه کن اون طرف رفته به اسم کامران عطاوکی چی درست کرده گذاشته. یعنی همش غیر قانونی، همش لوس بازی، همش بی معرفت بازی، همش غیر انسان بازی. اون وقت هم دور هم جمع میشن میخندن، حالا یه سیگاری هم میکشن یا یه عرقی هم میخورن یا یه تریاک هم میکشن. این آخر این نسخه کامل موشک اتمی، بذارید من براتون لینکشو بذارم اینجا بعدا نگاه کنید. کاپی ایمیج، کاپی لینک، where is link، کاپی لینک این نیو تاب، کاپی لینک اوکی، حالا نیو تاب آره اونجا باز شد، مثل که مال چیز بوده. بذارید بینم اینجا میاد، نه اون امیلیا هارت شد. خلاصه آخرش به عطابکی که حالا خیلی به اصطلاح به این آقا اطمینان کرده و بله دوستان نگاه کنید، من نیستم که راجع به اتم میگم، اینم که استاد اتم فلانه. بعد طرف میگه آقا این موشکای جدید ساختن، کلاهکای بزرگ، که بره تو کون عطابکی. عطابکی دیگه میمونه چی بگه؟ خب چی بگه اصلا واقعا به این بنده خدا؟ شروع میکنه به خندیدن و فلان اینا. ولی عطابکی هنوز نفهمیده آقا دوره تلفن‌های مستقیم گذشته. یا یکی آدمه مثل همین آقا که الان زنگ زده آدم شده پیغام میذاره، من پیغامش رو پخش میکنم، یا یکی آدم نیست، شما گوشی رو به هم داری فوش میده قطع میکنه. اولین من اینجا چندین کلاس رفتم، اولین روزی که شما میری کلاس تهیه کنندگی فیلم برداری فلان اینا، مخصوصا مال این پابلیک اکسس ها، اولین روز نه، روز دومش یه وکیل میاد یه پلیس میاد، بعد به شما میگه شما اگه شروع کردی برنامه تلویزیون رادیو گذاشتی بدون دلیل، یه عده به شما عاشق، به شما دوست میشن، عاشق میشن، ابراز ارادت میکنن، یه سری دشمنت میشن. اگه هزار کدومشون بپرسی چرا با این دوستی، اون دلیل نداره، بهش هم بگی چرا باهاش دشمنی، دلیل نداره، ولی شما باید مقاوم باشی. اینه که من مثلا بهتون میگم دیگه 22 3 سال این کارو کردن، دیگه یاد گرفتیم، نشون دادیم که میتونیم مقاوم باشیم. یعنی ما بیدی بودیم که به این بادا نلرزیدیم، اوکی موندیم. طرف زنگ میزنه، اون 10 بار زنگ میزنه، شما 10 بار گوشی رو برمیداری قطع کن تا میفهمی اونه، قطع کن. ignore and block، ignore یعنی کم محلی، block هم یعنی ببندش بره. این راهش. در صورت ممنونم این دوستمون پیغام گذاشته بیا. عطابکی به کنار جدیدن در کلاب هاست به فخرآور میگوین دکتر، اگر نگوین دکتر فخرآور شروع میکنن به اونا فحش دادن. بدبخت های مش عقده این فخرآور، حتی فوق دیپلم اون رادیولوژی یا هرچی که رفته بود درس بخونه نتونسته بود بگیره. ولی یه چی به شما بگم آقای زمانیان، اینا وقتی میان اینجا عقده درس خوندن و مدرک گرفتن پیدا میکنن. بعد خیلی از این شرکت ها و اینا هم هستن که یه پولی کمک میکنن که شما بری مدرک بگیری، یا وقتی شما داری کمک از دولت میگیری همین جوری میتونی این ور و اون سوراخ دعا رو پیدا کنی، فاند از این ور، نمیدونم گرانت از اون ور، هی بری درس بخونی. حالا هم رسیدن به یه جایی که میگه چرا با اون مثلا به این دکتر همشهری ما، دکتر شعله سعدی، اون واقعا دیگه خیلی خوله. داستان شنیدید؟ طرف میاد سر کلاس میگه بچه ها من مثلا خونمون مثلا میدون سعدیه، ماشینم هم پیکانه، شما به من بگید من چند سالمه. یه نفر دست بلند میکنه میگه آقا شما 40 سالتونه. میگه اه شما از کجا فهمیدی من 40 سالمه؟ میگه آخه ما یه داداشی داریم نیمه خله، اون 20 سالشه، شما دیگه خیلی خولی 40 سالته. حالا اینم ماجرای فخرآوره. حالا به این بگیم دکتر، نگیم دکتر، آخه این همه سال اینجا بودی چه غلطی انجام دادی؟ بدبخت فردام تو میری ترکیه دوباره خواهرتو ببینی، جلو مامانت چوسی بیای با ماشین نمیدونم تک چرخ بزنی، با ماشین تک چرخ میگیرنت میندازنت تو گونی میبرنت. خب اینم از دوستان عزیز. ساعت 3:30 آقای مهران مهدی نژاد رو مهدی مهران نژاد رو داریم. باید خیلی هم چیز باشیم ما، یک کمی ایشون بد اخلاق بد اخلاق نیست بنده خدا، میگه خب من یک باورایی دارم، یه چیزایی که اینجوری فکر میکنم و شما هم به احترام من موقعی که با هم هستیم مثلا
این چیز اون رو دفعه راجع به امام زمان و معجزاتش و اینا بود اینجوری. خب من ببینم که آقای مهدی مهران نژاد رو حاضر کنم اینجا. مهدی مهران نژاد، خدایش دوستان، اگه من و شما الان پیغمبر بودیم، یه چیزی مثل این دستگاه فیسبوک، دستگاه نمیدونم اسکایپ، دستگاه واتساپ، اینا رو میتونستیم به مردم نشون بدیم و بگیم اینو من و یک قدرت خارق العاده‌ای درست کردیم، چی میگفتیم درباره اینا؟ که حالا یکی مثلا میگه حضرت محمد خودش نمیتونست پرواز کنه ولی خرش بلد بود پرواز کنه، یا حضرت موسی نمیدونم آب دریا رو باز کرد. آقا حضرت موسی 40 سال این بنده خدا رو راهی رو که 2 هفته‌ای میتونن به مقصد برسونن. یه در به این آقای بنجامین رخسار گفتم، کلی خندید، گفتم بابا این مهندس هم بوده، میدونید که موسی مهندس ساختمون بوده با فرعون و اینا که میساختن و فلان، فیلماش نقشه ها و اینا هست. یک راه 2 هفته‌ای رو 40 سال این قوم رو سرگردان کرد. البته خدا بعدم گفت، خدا گفته شما باید سرگردان باشید. خیلی خب ببینیم که ایشون میگه توی ایران الان دوران انقلاب دهه فجر و این چیزاست، چون امروز هم 17 میگه که سوربی کارتو خیلی قشنگه، هم حرف یادت نمیره هم کامنت ها رو میخونی. اگه گفتی چرا، برای که هدلاین دارم، سرتیترا رو می‌نویسم، یه صفحه و 2 صفحه و 10 تا هم ندارم، همینجوری چی می‌کنم، بعد یه سری هم تو کامپیوتره، ولی با همه اینا هم باز یادم میره. خیلی جاها هست اون وقت بلدم یه چیز دیگه رو بیارم دوستان بیننده و شنونده رو گول بزنم. کار شما هم خیلی قشنگ و ساده است و من بارها گفتم تعجب می‌کنم این امروز داریم به هم نون قرض می‌دیم. امروز تعجب می‌کنم سبا این همه آدم رو چجوری میتونه راضی کنه بیاره تو برنامهش. البته من میدونم اولین دلیل و بزرگترین اینه که شما از کسی پول نمیخوای. هر کدومش گفت من میام، بهش میگه آقا یه کافی بگیر بیا، از این ور میره از اون ور در میره. اوکی. خب آقای مهران نژاد هم اینجاست، یعنی چیز دارم میگم مسنجرشو ببینم، ساعت 3:29، امیدوارم که بتونیم با ایشون صحبت کنیم. حالا این مسنجر فیسبوک شما وقتی میزنی میره با اینستاگرام یا همون فیسبوک؟ عجب ماجرایی این آقای مارک زوکربرگ فلان در آورده. خب بریم اینجا زنگ بزنیم با ویدیو به آقای مارک ببینیم مینیستر سامتینگ وند رانگ. آقا چه چیزی رفت رانگ؟ خب بگو درستش کنی. کامرا نه، کامرا نمیخوایم اون باشه، always block هم نمیخوایم اون باشه، continue allowing HDT فلان اوکی. میگه ادامه بده که ما بتونیم از میکروفونتون استفاده کنیم، visit our فلان report an issue. نه آقا اوکی، کامرا باز، میکروفون باز، reset permission، connection is secure، این کامرا، اینم این. آقای مهدی خان مهران نژاد، شما اگه میشنوی شما یه زنگی بزن، اگه میشنوی، اگه میشنوی یاد کنه درست داره. نمیدونم. خب من دوباره زنگ میزنم، چون تا اینو میزنم میگه مسنجر آه نه دوباره نمیشه. نگاه کنید دوستان چه باید کرد از دست. امروز صبح داشتم احمد شاملو رو گوش میدادم، واقعا چقدر قشنگ شعراش وقتی خودش میخونه. اینای دیگه که میخونن نه، من دوست دارم something went wrong. Try restarting Chrome or restarting your computer or your trapping. بابا ولمون کن، report an issue. این بالا سمت راست گذاشته میکروفون و اینها، خب ما میزنیم که message camera okay obvious. خب میکروفون چی؟ کامرا رو نشون میده، میکروفون نشون نمیده. ما دیگه واقعا عاجز شدیم از این. Sites can ask to use your camera. Okay. این کامرا، میکروفون. کاش با آقای مهران نژاد، حالا اگه امروز هم صدا ضعیفه بذاریم هفته آینده. Clear data usage reset permission. میگه دوباره به ما اجازه بده. والا ما 3 بار بهت اجازه دادیم، خودت لیاقت اجازه رو نداری. آد آقای فیسبوک
اینم از این، اینم از این. بازار مسگرار هم گذاشته آقای اکبری. لوکیشن کامرا، آها کامرا علا، اینجا شاید درست بشه. خب بعدم دیگه سیو و میو نداره، حالا یه بار دیگه زنگ بزنیم ببینیم چه میشه. خودش لاک کرده بود کامرا میکروفون رو، ولی حالا داره میچرخه میچرخه میچرخه. نه پلیز الاو کامرا میکروفون اکسس، دوباره زدیم الاو، ببینیم میشه. سامثینگ ونت رانگ. آقا خدا دیوانمون کرد اینا، خاک بر سر فیسبوک. منیج، بیام اینجا کامرا هم اجازه بدیم. کامرا گفتیم که بابا بیا این یو اس فلان، don't allow site to use فلان. اینجا کامرا میگیم allow، نوشتیم اجازه دادیم، اونم اجازه، والا همه چیز اجازه دادیم. بفهم. خب حالا ببینیم چی میشه. آقا شما زنگ بزنید به ما، شاید گره کار بشکنه. شاهین جان یا شما یا آقای اکبری زنگ بزنید با این اسکایپ، با اسکایپ نه، با چی اسمش، با فیسبوک. ما با اسکایپ با آقای مهران نژاد امتحان کردیم، یه مشکلی داشت، گفت خب با همون اسکایپ با همون فیسبوک میریم، ولی هر وقت ما میخوام با فیسبوک بزنیم این به اصطلاح تئاتر در میاره. ها تئاتر اطفال. خب حالا بالاخره جزء اینستاگرامه یا نیست فیس؟ آقای مهدی خان نه، دوباره مینسه لودینگ، نه بوغی نه زنگی. ویزیت هلپ سنتر، اور هلپ سنتر. آقا دوتا چی بزنیم؟ کامپیوتر هلپ، سامتینگ رانگ، فلان. دوباره هیچی، یه کتاب میذاره جلوت، برو اینا رو بخون، تا موقعی اون بخونی دیگه یادت میره چه کار داشتی و چی کار میخوای انجام بدی. ویدیوز انواج. آقای مهدی خان مهران نژاد، شما اگه صدای ما رو میشنوی عزیزم یه زنگی شما بزن. آها اوکی اوکی اوکی. آه آقای اکبریه، نگاه کن الان شما اینجا زنگ میزنی، مرسی، رو تلفن من مینویسه. بیا آقای اکبری. سلام، سوری هستم. صدای ببین، الان من اونو جواب دادم، باز یکی دیگه این زیر منی سه تا چهار جا میاد. این چیزی که من به دوستان میگم وقتی که فیسبوک. مرسی آقا، خیلی ممنون. پس اگه ایشون زنگ بزنه من صدا رو میشنوم. مرسی عزیزم. اسکیجول روم فور، خیلی ممنون آقای اکبری عزیز. بله آقا آقای بهرامی، ببین واقعا دیگه مخصوصا برای ماها که یکم سنمون رفته بالا. یا آقا پیام آقای بهرامیه، اون روز پیغام گذاشته بود، من با آقای کردار صحبت میکردم، بعد گفت آقا عجب ماشینی، اون ماشینی که داشتم بهتون گفتم، ماشین کهنش با 8000 مایل، یه سالم کهنه، 93000 دلار تازه دیلر، دیلر یعنی چی؟ بنگاه معامل، بنگاه ماشین فروشی خریده. حالا این میارن میگن 110 تا 115 تا، تازه بعدم فاینانس میکنن. آدیو کن. خب آقای اکبر شما زنگ زدی، صدا هم اینجوری شد. حالا نمیدونم آقای مهران نژاد رو ما اینجا بیاریم ببینیم. مهدی خیلی ساده باید بیختی میزنی بگی آقا کدوم میکروفون رو میخوای، مثل اسکایپ کدوم چی رو میخوای. اینجا ویدیو پروفایل، این این نمیشه. حالا اون بنده خدا هم 8 چقدر 6 دقیقه گذشت. بله همین همین سه ریپورت نمیدونه هی اینو مینیسه. something went wrong. این یکی بود جوک میگو، میگو که طرف رفت برای بچهش شناسنامه بگیره، بهش گفتن اسمشو چی میخوای بذاری، گفت something wrong. دیدین کره یا چینی ها مثلا میزه چینگ چنگ چون، بنگ بنگ بون، مینگ منگ مون. راستی رهبر کره چقدر لاغر شده. بعد مرده میگه چجوری اسپل میکنی something wrong؟ میگه نه آقا انگلیسی something wrong. میگه چرا؟ میگه خب این زنش چینی بوده، خودش هم چینی بوده، بچه سیاه‌پوست شده. میگفت که حالا اینم ماجرای something wrong فیسبوک. ببینید میگه که کامرا علاوه، خودش میگه ها، میگه شما اجازه داریم ما کامرات استفاده کنیم. خب اجازه داریم دیگه استفاده کن.
منیج این بزنیم حالا این ببینیم چی میشه با این قبول میکنه یعنی کامرا حالا والا به جد ما گفتیم الا یعنی اجازه بده میکروفون هم گفتیم الا ریست پرمیشن حالا ببینیم ریست خب نه وقتی میزنیم ریست دوباره عمل میبره باطل میکنه دیگه به جایی که بینیم سیف کلیر دیتا کلیر آیدانو نمیدونم اعتمانه آقای مهدی مهرانجاد هم برنامهش رابط صداش رو بسته ما هم عاجز شدیم آقا در راه فیسبوک ببینید اینجا علا علا اجازه میدیم اجازه میدیم بله بله شما صاحب اجازه ای بعد هیچ جا نیست سیف کنیم برمیگردیم دوباره برمیگردیم بعد فیسبوک گویا همه اینا رو هم میگه میکروفون خیلی بد وضعش حالا این تلفن اینا راحت کاش که اینجوری بهشون زنگ بزنم با این ببینم چی میگه فیسبوک اینجوری باشون صحبت کنم وقتی هم یک کاری خراب میشه آدم حالش گرفته میشه دوستان دیگه چی میگم اون دل دماغ اینجا نمیذاره میخوام بزنم میگه What's on your mind چی فکر میکنی بنویسیم آقای مهدی مهران بگیم مسیج با این بگیم اوکی با این گرفت ولی صدای اینم جوندار نیست نه آقا با فیسبوک دارم شما رو میگیرم آقای مهران نژاد چیز نیست چی میگه آقای مهران نژاد اگه میشه شما به من زنگ بزنید من الان چند دقیقه است با کامپیوتر میزنم هی میگه این جان من شما رو دارم من شما رو دارم الان برای که این با تلفن من گرفتم شما رو خب. از بس اون کامپیوتر شماره نه با همین فیسبوک آره آره برید تو فیسبوک از قسمت مسیجش به من با اون قسمت ویدیویش زنگ بزنید من هر چی زدم وصل نشد قربان شما خدا نگهدار منم اینو خاموش کنم که این تلفنم زنگ نزنه صبر بدین الان دیگه میخواین تلفنتون خاموش کنین دوتاشو باید فشار بدید بعد اینجوریش کنین اون موقع میگرفتیش بعد میگه نه ممکنه تو جیبش میمونده خاموش میشده بذارید ببینیم حالا بنده خدا ایشون قرارشو زنگ میده فقط بین برنامه دوستان کانون آوا و برنامه خودم میخواستم زنگ بزنم بعد گفتم خب دیگه درسته اون دفعه صحبت خب ببینید اکسپت نگاه کن من اکسپت زدم باز نوشت something wrong چه چیزی wrong اینجا اکسپت دو جا سه جا چی میکنه اینجا میگه something wrong واقعا نمیدونم والا آقای مهران نژاد بذار برنامه دیگه چون امروز دوستان نمیدونم بگه میزنه من میزنم هیچ جواب نمید اونایی که نوشته اکسپت و قبول کن و میزنیم هیچ اتفاقی نمیفته دوستان من معذرت میخوام به خاطر این صداهای ناهنجار ولی واقعا این زندگی ماها رو ریخته به هم فیسبوک مینویسه لودینگ میره هیچ خبری نمیشه بعد این بالا علامت یک میکروفون و چیز علامت یه دوربین فقط گذاشته رو اون میزنیم مینویسه ادامه بدید که به ما اجازه دادید میگیم بابا اجازه دادیم ولی شما هیچ غلطی نکردی دوباره هیچ ادامه دادیم منیج
شیر نه ولش کنم دیگه، دوباره کامرا رفت روی والا هم کامرا هم دوتاشو گفتیم اجازه داد. آخه یه جور با پاپ اپ کنید ما ببینید. اینجا میگه عکسه، این عکسه. نه خیلی آقا نمیاد، میزنی همین. Something went wrong. Try restarting Chrome or restarting your computer. بله restart. بذار من اینو ببندم. اصلا یه صدای از یه برنامه دیگه داره میاد، یعنی فیسبوک من که اینجا نمیدونم والا چه باید کرد. خنده داره ها، این جوونا حالا از ما میخندن، میگن نگاه کنیم پیرمردا. ببخشید دوستان، آهان حالا تو این یکی سب کن، سب کن روی این یکی بینه چی میشه. نه بازم جواب نمیده. Something went wrong. آقا همه ی براوزرهای من روشن میکنه، کروم روشنه، فایرفاکس روشنه، اون ایج مال بینگ مال ویندوز روشنه، زنگ میزنه، این میزنه، اون میزنه، این میزنه، هر کنوش میزنه منسه something went wrong. یکیش میگه decline. دوتا زدم با هم، نه بازم این سه something went wrong. حال دیگه اینم خاموش کردیم، یک کم طول میکشه تا روشن بشه. این ماشین های پریموس میگفتن چی میگفتن؟ اوکی این حالا اپل دندونش هم زدن دیگه، هیچ که نمیخوره و وایسیم تا روشن بشه. خیلی ها هممونو وابسته این دستگاه ها کردن. حالا اگه یه روز میگه کال بک، خب من میخوام کال بک کنم، لودینگ دوباره نمیتونم. حالا یه داره روشن میشه صدای هیچی دیگه، برنامه مونه زد داغون کرد. آها قاسم گلی هم فوت شد دوستان، کمدیانی که بکنم 12 سال از من پیرتر بود، 66 با 12، بنده خدا 78. این اینجوری بوده. آقای ابی مدیر امانی فوت شد، ما خبر نداشتیم. گویا یک سال پیش ایشون، هر کی تو این ایام فوت میشه همه فکر کنن مال کووید بوده، مال کرونا بوده، ولی نه، این بنده خدا گویا میفته زمین در حمام، بعدم میره بیمارستان و بعد از بیمارستان هم فوت میکنه. حالا که آقای مهران نژاد رو نمیتونیم داشته باشیم با مکافات فیسبوک، بذارید تلفنی بهشون زنگ بزنم. اجازه بدیم ببینم وایس با جمال اعصاب آدم خورد میشه، میدونین وقتی اینجوری میاد. این میکروفونم آقای مهران نژاد. نه میزنم این سه دیکلاین یا اکسپت. ببینید من اینجا به شما نشون بدم یه لحظه، اینجا سلکت ایریا، اینجا اعصاب دوستان رو هم خورد کردیم در خونه، ولی اب نداره. نگاه کنید من میام میذارم اکسپت یعنی قبول، ولی باز داره سوت میزنه یه چیزی، یعنی دو تا پروگرام روشنه. ببینید یه جای دیگه یه چیزی روشنه، وقت اینجا مینسه something went wrong. خب شما اگه برای من این پاپ اپ میکنی که من اینو کلیک کنم دیگه چی میره رانگ؟ نمیدونم والا گیج شدم. خب آهان دو تا چیز به How Google and Digital Clear Your Browser اینا رو الان نمیخوام. اه مینو آرت گالری، شما هم مینو آرت گالری هستین که اینجا بودی تو این، یا اون مینا هست. فایرفاکس کلیر کشه نمیدونم، ولی داره زنگ میزنه. من به یکی میگم اوکی بیا الان اینجا مده خدا کال بک، زنگ میزنم مینسه something went wrong. یعنی این درست نیست دیگه. خب حالا بیام توی وایس با تلفنی اقلا، حیفه چون چند تا سوال جامع میخواستیم از ایشون بپرسیم. اب نداره اگه بس بشه حالا تلفنی میریم. آقای اینجا میگیم کار، اینجا میگیم آقا مهدی مهران نژاد آمدون بالا هم هست. ببینیم حالا
میکنه. عکس کتابشون رو نشون میدیم دوستان ها، چیکار کنیم؟ ببین ایشون که زنگ میزنه دوستان، هم شما زنگ بزنیم من زدم وصل نشد، خب من همین مشکل دارم. ایشون که زنگ میزنه هم رو این میاد، هم رو این میاد، هم روی براوزر دیگه میاد، سه تا میاد هیچ کنشم وصل میکنه. خب بگو به چه دردی میخوره. حالا سند مسیج بله آقا اونجا هم وصل شد شما بر نداشتیم اسلای اوکی. آقای مهران نژاد عزیزم وصل نمیشه با نه با تلفن نه با فیسبوک، با فیسبوک این تلفن وصل میشه. میخواین همینجوری صدا بریم با صدا یا بذاریم اگه مسئله این نیست من خوشحال میشم که شما رو اینجوری داشته باشیم و اقلا این چند تا سوالی که مونده و خیلی از دوستانم هی از من میپرسن که آقا ایشون چی میگه. میگم خب با خودشون تماس میگیریم، حالا اگه برنامه بشه اینا سوال کنن من سوالا رو برای شما بفرستم شما جواب بدید، واقعا ممنون میشم. یه الان این فیسبوک شما رو کامپیوتره که جواب دادین شما یا رو تلفن؟ ببینید دوستان با تلفن میتونم به فیسبوک مسیج بفرستم با ایشون تماس بگیرم، ولی فیسبوک که زنگ میزنیم میگه دوربینت وصل نیست، این وصل نیست، اون وصل نیست، چیز نمیشه. خب من اینو میذارم اینجا که صدای شما رو دوستان داشته باشن. تصویر من رو دارید؟ تصویرتون رو تو تلفنم دارم که اینو نمیتونم بدم به چیز به کامپیوتر. خب اون مهم نیست، مهم صداست، همجوری صحبت میکنید. بله بله شما لطف کنید اولا من بذارید عکس این کتابتون رو اینجا دارم. دوستانم میتونید گوگل کنید این کتاب رو، قسمت اول برنامه هم بهتون نشون دادم دوستان. کتاب بحث برانگیزیه، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. بهتون گفتم از همون تیترش که میخونید یعنی اینکه ایشون باور داره این انقلاب بوده، باور داره این انقلاب اسلامیه و باور داره که یه سری در دنیا دارن دسیسه میکنن که اینو خودشون توضیح میدن. ولی ما سوالاتی رو که اون روز نوشته بودیم متاسفانه نتونستیم، فکر کنم به 7 تاش بیشتر پاسخ ندادیم. یکی از اونا اینه که شما میگید دین اسلام و خط و زبان عربی در ایرانیان بر ایرانیان تحمیل نشد و باور دارید قبل از اسلام هم کتابی نداشتیم. پس شما لطف کنید به ما بگید اون عظمت پیش از اسلام که تعریف میکنن یا تمدنی که میگن به نظر شما دروغه یا یه چیزی بوده اینا زیادیش میکنن به اصطلاح اقراق میکنن؟ یه مقداری در این مورد توضیح بدید. چشم روشن. چشم خدمتتون عرض میکنم، ولی اگر اجازه بفرمایید آقای سوری، چون در آستانه پیروزی انقلاب هستیم من فکر میکنم مهمتر باشه که یک قصیده تقدیم حضورتون بکنم اگر اجازه بفرمایید و بعد جواب سوال رو میدم. چشم بفرمایید. این فردوسی تو شاهنامه صحبت از دو تا شخصیت میکنه به نام جانوسیار و ماهیار که به داریوش سوم خیانت کردن و او رو کشتن برای خوشرخصی برای اسکندر. قاهانی در قصیده ای اسم از این دو نفر میاره، مطلب قصیدهش اینه که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن، ناجوان مردیست چون جانوسیار و ماهیار، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. من در استقبال از این قصیده قاهانی قصیده رو به این خاطر گفتم خدمتون عرض میکنم. خوش بود حب وطن در جان و در سر داشتن، جان و سر اندر ره جانان دل برداشتن، قله های کوه ساران قامت رعنای دوست، سر بلند البرز و هم الله اکبر داشتن، آب دریای خزر خرم خلیج فارس را، قشم ابو موسی و توم با هنگ بندر داشتن، در کویر لوت و صحراهای خشک اندر مشام، بوی ایران را چو مشک و عود و عنبر داشتن،
هرمزگان و بلوچستان و آذربایجان، اردبیل و یزد و بویراحمد معطر داشتن، خاک خوزستان و کردستان و هم مازندران، بختیاری گلستان بوشهر محشر داشتن، چون خراسان فارس ایلام و زنجان لرستان، همچو گیلان و چه سمنان ماه منظر داشتن، همدان همسایه کرمانشاه و قزوین جنان، مرکز و تهران میان نقش زیور داشتن، خاک خرم شهر خونین پاک از صدامیان، توتیای دیدگان کل کشور داشتن، بختیاری ترکمن قشقایی و کرد و بلوچ، ترک و فرس و لور عرب چون مشت از فر داشتن، از سپاهانم گز و خرماز بم صبحان قم، زیره کرمان گلاب و عطر قمصر داشتن، کوروش و آن لوحه اعلامی حق بشر برتر از هر لایحه مکتوب دفتر داشتن، نام ذوالقرنین همان کوروش به قرآن آمده، برتر از مارکس و هگل دانته و سارتر داشتن، تخت جمشیدی مجلل یادگار باستان، آسمان فخر ایران را منور داشتن، چند گویم از کلیل دمنه و اسرار آن، دور نوشروان و برزو شاه و شهپر داشتن، در ریاضی نام خوارزمی، در ریاضی نام خوارزمی و در تکنولوژی الگوریتم و افتخار چرخ و چنبر داشتن، بو علی سینا زکریا و نصیرالدین طوس همچو خیام و سرخسی بر سر افسر داشتن، حکمت بو نصر فارابی ارسطو را گذشت، اهل موسیقی معلم هم مفسر داشتن، از زمان فخر رازی و غزالی تا کنون، سهروردی شیخ محمود شبستر داشتن، در زبان انگلیسی هم نشان از ما بود، الگوریتم، الجبر و الکل جمله گوهر داشتن، طول تاریخ و زبان شکرین پارسی از برای توتیان چون شیر و شکر داشتن، طاهر عریان و خاقانی صناعی انوری الله الله از زمین تا دب اکبر داشتن، همدم سعدی و فردوسی نظامی مولوی از کف حافظ یکی جرعه به ساغر داشتن، اعتصامی مهستی خود رابعه بنت کعب بانوان اندیشمندانی سخنور داشتن، در گلستان ادب شیرین سخن صاحب دلی اهل عرفان شهریار ملک خاور داشتن، خسرو و شیرین و گبری و حجاز از او عطا تا همایون لیلی و مجنون و ششتر داشتن، تار شهنازی نیستان کسائی صوت تاج با شجریان و قمر اقبال آذر داشتن، خط عباسی و نقاشی غفاری چه خوش زینت تاریخ و اوراقش مصور داشتن، لطفعلی خان و شهباز و وکیل خان زند پور صفار و جلال دین و سنجر داشتن، بهمن و جمشید جم طهمورث و کاووس کی همسو سهراب و سیاوش سال و نوذر داشتن، رستم و گودرز کشواد و فریبرز دلیر بیژن شیروژن از جیو دلاور داشتن، کشتی طوفان زده را ناخدایی مقتدر مرشد کامل شه اسماعیل و لنگر داشتن، عیسی و موسی و زردشت و محمد نور حق جلوه نور خدا را در پیامبر داشتن،
داشتن مملکت را تاج عزت چون همایی بر سر است، شاه خوبان شیر مردان همچو حیدر داشتن، دشمن میهن گهی عثمانی و گه روسیه، پوستین دوزی دلاور همچو نادر داشتن، انگلیس و روسیه در زحمت از قائم مقام، در دو چشمانشان تو گویی خار و نشتر داشتن، در کنار شاه ظالم دوره قحط و رجال، جان به کف میرزا تقی خان را مقدر داشتن، جنبش آزادگی از عصر تاریک قجر، مجلس شورای ملی از مظفر داشتن، قامت ستار و باقر میرزاده فرخی در دل تاریخ چون سرب و سنوبر داشتن، روح کوچکان و پسیان و خیابانی در اوج، نزد یزدان شاد و پران چون کبوتر داشتن، طرف دشتستان و تنگستان منور اختری، روشنایی بخش ایران نور اختر داشتن، در تمام مجلس شورا وکیل از اصفهان یک نفر همچون مدرس یار و یاور داشتن، لاله ها در لاله زاران وطن چون کربلا از حبیب ابن مظاهر تا به اصغر داشتن، در سحرگاهان شوم سوم شهریوری شاه بختی ها و بایندور مکرر داشتن، در ترازوی شرف یک کف خون فاطمی نفت ملی را به حق در کف دیگر داشتن، چون کریم پور و دلاور مرد امروز و شفق روبروی چپگرایان و چلنگر داشتن، در کنار قائد اعظم شجاعان بزرگ همچو بازرگان صحابی و فروهر داشتن، خانه افشار بستن نیمه خرداد مه دشمن از 22 بهمن به ششدر داشتن، انقلاب ملت ایران شگرف و باشکوه کاسب و عامی و عارف پشت رهبر داشتن، پهلوی و طالقانی خیبر و راه علی کندن جانانه ایزان درب خیبر داشتن، حمله صدام تحریک اجانب بود و بس کل ایران روبروی خصم کافر داشتن، میهن ما همچو ققنوسی که از خاکسترش سر برآرد گاه و گه حکم سمندر داشتن، سید تیر دشمنان صیاد شیرازی چنان در میان خون خود آوخ شناور داشتن، سنگ آماده برای دفع دشمن در دو کف از کویر و جنگل و از دره سنگر داشتن، زیر چرخ تانک دشمن نوجوان فهمیده را در بهار زندگی چون قنچه پرپر داشتن، آهتا جانوسیاران ماه یاران را ببین یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. آقای سوربینو تقدیم حضور می کردم به مناسبت انقلاب و مخصوصا خواستم ذکری از جانوسیاران و ماه یاران بکنم که متاسفانه ما جانوسیار و ماهیار هم در تاریخمون خیلی داشتیم و هنوز هم خیلی داریم. و اما سوالی که فرمودید، ما تمدن داشتیم، فرهنگ داشتیم، من اینا رو منکر نیستم، تاریخمونه هرچه هست، شاهان ظالم هم داریم، ستم شاهی هم داریم، امروز ستم شیخی هم داریم، همه رو داریم، اینا تاریخ ماست. تنها چیزی که من تأکید میکنم اینه که ما کتابی نداشتیم که بگیم عربا ستوندن. این یه داستان ساختگیه که بر ما تحمیل کردن، متاسفانه خیلی ایرانیان ساده لوحانه پذیرفتن که یک دشمنی ساختگی درست بکنن، عرب و عجم رو به هم بندازن و آب و گل آلود بکنن، ماهی بگیرن. نمیدونم صدای من میرسه به شما؟ بله بله رسید، خیلی ممنون. فقط این اشکال ما اصلا زد سیستممون الان دیگه کاملا داغون کرد و
و من از شما میخوام که این برنامه سوال و پاسخ رو بذاریم هفته آینده، چون مطمئنم الان با این شعری که شما خوندید، با وجودی که الان قشنگ توضیح دادید، گفتید شیخ ستمی و اینها، ولی بعضی از دوستان ما آقای مهران نژاد نمیدونم یا گوش نمی کنن یا نمیشنفن، یه چیزی یه جایی خرابه. این آقای حسیبی اون وقتا میگه یه چیزی یه جایی گفتم یادم بیاد بهتون میگم. ما میگم من برات یه توضیح بدم. بله بفهم. توضیح بدم کجا کار خرابه. بفهم. چون شما مشق تار هم کردی، خوب این نکته رو متوجه میشید. بله. یه آشنایی ما داشتیم حدود یک قرن پیش متولد شد و خیلی عاشق موسیقی بود، از همون زمان تولدش، زمانی که زبون به حرف زدن در آورد آواز میخوند. در 12 سالگی از پدرش خواست که یه تار براش بخره و سر خود همینجوری تار زد و تار میزد، تا اینکه سالها بعد گزارش افتاد به تهران و رفت پیش استاد بزرگ تار علی اکبرخان شهنوزی که حتما معرف حضورتون هستن. عرض شد مرحوم شهنوزی به ایشون میگه که خب یه پنجه بزن ببینم. ایشون هم شروع میکنه سگاه رو زدن و یه خودی که میزنه شهنوزی بهش میگه خب وایسا وایسا، کار تو مشکل تر از اوناییه که هیچی بلد نیستن. گفت چطور؟ شهنوزی بهش میگه هر چی تا الان زدی باید فراموش بکنی، از صفر شروع بکنی. این حقیقتیه. این دوستان عزیزی که با شما تماس میگیرن این مشکل بزرگ را دارن، من حقو بهشون میدم. یک پیش زمینه های غلطی، یک رسوبات نادرستی تو اذهانشون هست و خیال میکنه اینا درسته. اینا باید اول بفهمن که بابا این چیزایی که به من گفته شد من خیال میکردم، اینا تصور میکنن که مثلا من این دروغا رو نشنیدم. آقای سوربی عزیز، من 7-8 سالم بوده و 60 سال پیش این دروغا رو میشنیدم، منتها تفاوت من با این هموطنان عزیز اینه که من نپذیرفتم اینا رو، گفتم بذار برم دنبالش ببینم حقیقت چیه. اینقدر از چپ و راست برای خود من ایمیل میاد، چه میدونم واتساپ میاد، توی فیسبوک یه مطالبی میاد منو میخوان ارشادم بکنن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه پیش‌زمینه‌های غلطی دارن و خیال میکنن این غلطایی که میدونن درسته. چرا؟ به خاطر اینکه استادانشون هم همینجوری ناآگاهانه. من برای خیلی مطلب خیلی زیاد دارم میتونم برات بگم، حالا نمیدونم چقدر فرصت هست. نه اجازه بدین ما اینو موکول کنیم به هفته آینده، ولی خیلی خوشحالم که آقای اردشیر شیخی از ایران نوشتن سلام به شما و به مهمان سخنورتان. بعد این شعری که شما خوندید، من فکر کنم قبلا هم تو رادیو یه بار خونده بودید، خیلی قشنگ و جامع. اگه لطف کنید اینو به صورت نوشته کامپیوتری برای من بفرستید که من روی فیسبوک بذارم، یا اگه طولانیه بذاریم یه جایی لینکش رو بذاریم که دوستان مثلا همون راجب این اقوام و راجب این قهرمانایی که شما گفتید، باور کنید من اصلا خیلی هاشو نمیدونم، خیلی هاشو نمیشناسم، چون نگفتن برامون نشنیدیم. من امروز به یک بحث خانم دکتری گوش میدادم، ایشون داشت راجب این سر بریده در اهواز صحبت میکرد، بعد رسید به اونجایی که این به اصطلاح قانون سر بریدن و مصلح کردن اینها، گفت که بله این مسلح کردن. خب ببینید اگه ندیده باشه یه جایی نشنیده باشه نمیشه ازش ایراد بگیریم. بعد یه جایی یه نفر نوشته، این نوشتهش رو خودش خونده و درست همون چیزی که شما گفتید، اون دوست یا فامیلتون که تار میزد حالا باید برگرده، تازه کارش سخته فراموش کنه اونا رو. من به دلیل اینکه مشکل فیسبوک هم داریم سعی میکنم هفته آینده اولا بین دوتا برنامه حتما با شما تماس بگیرم و روشن بذارم فیسبوک رو، دیگه خاموش روشنش نکنم، تا بتونیم صحبت کنیم، یا اسکایپ و زوم و یکیش را بندازیم که بهتر، چون شما هم تو کارهای فنی بودید و اینها. این رو واقعا حیفه، دوست دارم بیشتر شما رو داشته باشیم. من میتونم بگم حدود 20 تا سوال هست که خودم و دوستان و همین مال فصلهای مختلف کتابتون هست، ولی میخوام جامع و سر حوصله با هم صحبت کنیم. در صورت من از شما ممنون و متشکرم. آقای زمانیان هم از ایران اینجا هستن، آقای سبا تبار از کانادا اینجا هستن، دوستان از آلمان اینجا هستن و حیف شد که امروز اینجوری، ولی خب از طرفی خوشحالم که شما آمدید و این شعر رو گفتید، نشون میده که شما
هم تحقیقات کافی و وافی دارید، هم از لحاظ ادبیات فارسی هم به اصطلاح میدونید چه چیزی رو کجا باید گفت و کجا باید نوشت. من از این بابت خیلی ممنون و متشکرم از شما. بازم اگه صحبتی دارید برای امروز بفرمایید، اگه نه ما هفته آینده این قول رو به دوستان بدیم که با شما باشیم و بیشترم باشیم که جبران امروز هم بشیم. حتما با کمال میل در خدمتون خواهم بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان و رفقایی که فرمودید. چشم، با کمال میل در خدمتون خواهم بود. موفق و معید باشید. من ممنونم از شما و ببخشید به خاطرات به خاطر این اشکالات فنی. خواهش میکنم، مسئله ای نیست. خدا نگهدارتون. مرسی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم. از شما هم عذر میخوام که این مسئله اینجوری شد. حتی میبینید اصلا بعد اون برنامه تصویر من رو به اصطلاح قطع کرد، چی کرد، ثابت نشون میده. و اینه دیگه، این تکنولوژی یه جاهاش کمک میکنه به آدم، یه جاهاش میبره ما رو. به همین خاطره که میگیم یاد اون دوران بخیر. الان اینجا باورتون نمیشه، تو این سیستم اینوری تمام تصویر، تمام دوربینا داره کار میکنه، ولی یه دونه تصویر از من گذاشته، همین که دستان به دهان گرفتم و تعجب میکنم از کار دنیا. در هر صورت برگ سبزی بود، تحفه درویش، و هفته آینده روز یک شنبه با شما خواهیم بود. حالا اگر برنامه جور شد و این دوستانی که هر کدومشون یه عقیده و یه نظری دارن، اونام یه روزی به این نتیجه رسیدن که خب بابت حرفشون، بابت وقت یه هزینه‌ای بدن، صداشون رو به گوش دیگران برسونن، شاید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم. ولی فعلا وقت آن است که بگوییم به امید دیدار روز روزگار بر شما خوش.